بینندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. فرهنگ هلاکویی هستم در برنامه رازها و نیازها و تا دو ساعت دیگر در خدمت شما بینندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 818-564-4278 هست. یادآور میشم که برنامه روزهای جمعه که از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه، در روز یک شنبه از ساعت 6 تا 8 صبح مجدداً پخش خواهد شد. همچنین برنامه روز سه شنبه که از ساعت 10 صبح تا 12 نیم روز هست، همون شب از ساعت 10 تا 12 نیم شب پخش دومی خواهد داشت. با بیننده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید. سلام، بفرمایید. ممنون میشم بلندتر صحبت کنید. بفرمایید. بله حتما. آره، من یه سوالی دارم راجع به ازدواج که البته در مورد خودمه. بفرمایید. بفرمایید. بله، من یه مدت یه سال و نیمه که با یه پسری آشنا شدم، با هم میریم و میایم و اینها، من به نتیجه نرسیدم که با ایشون میخوام ازدواج بکنم یا نکنم. شما چند سالتونه؟ من 30 سالم. ایشون چند سالشونه؟ ایشون 29. چه مدتی است؟ شما از کجا تلفن کنید؟ در ایرانید یا خارج از ایرانید؟ من کانادا. چه مدتی است که در کانادا تشریف دارید؟ هر دوتامون حدوداً 3 سالی هست. شما با خانواده اومدید یا تنها اومدید؟ نه، ما دوتایمون تنها اومدیم برای تحصیل. اون وقت شما چی خوندید؟ ایشون چی خوندن؟ دوتایمون پیشتی مهندسی مکانیک میخوندیم. قبلن که در ایران همدیگر نمیشناختید؟ نه اصلا. اون وقت به من بفهمید هیچ کنم که قبلن ازدواج نکردید؟ نه اصلا. خب حالا تو این مدت با چه شدتی همدیگر رو میبینید؟ هفته یه روزه، هفته چند روزه، و از راه دور هست؟ چگونه تو این مدت همدیگر رو میدید؟ بله، چون توی دانشگاه هستیم تقریبا خب هر روز همدیگر رو میبینیم. خیلی اوقات برگشت که داریم میایم، خب با هم راهو میایم، ویکندا مثلا میریم رستورانی یه چنین چیزی، یا بعضی شبا مثلا یه جایی میریم یه کافی میخوریم. حالا دو تا چیز خوبی که تو رابطه شماست نه در ایشون هست چیه؟ دو تا چیز بد چیه تو رابطه؟ در رابطه همون یکی اینه که از لحاظای کلی به هم میخوریم و حالا شما میگین و اینکه به هم توجه میکنیم و مثلا کر میکنیم. البته خب ایشون یه مقدار بیشتر نسبت به من. این دو تا چیز خوبه. دو تا چیز بد این رابطه چیه؟ ایشون خیلی کم حرف، بعد یه موقع هایی برای من بورینگ میشه و حتی یه موقع هایی هستش که من دوست ندارم، یعنی حتی ترجیح میدم مثلا با یه دوست دخترم بشنم پای صحبت. ولی خب ایشون چون خیلی صحبت نمی کنه، در واقع از خیلی خیلی, خیلی کم حرف میزن اصلا، اینجوری بهتون بگم. و اینکه یه مقداری من اونقدر تمایل زیادی در خودم برای اینکه پابلیکش بکنم، هر جایی که میرم دستش رو بکشم و یعنی به زورم شده ببرمش، اون تمایل در من نیست. نمیگم پابلیک نیستیم، مثلا خوب شده جاهایی میریم با هم، مثلا معلومه خیلی از بچه ها میدونن، منتها اون تمایل درونی در درون من این نیستش که هر جا میرم دوست داشته باشم حتما بگم بیاد. متوجهم. آیا اینشون با شما کم حرفه یا اصولا آدم کم حرفیه؟ ایشون کم حرف نبود قبل از اینکه با من آشنا بشه. وقتی که یه مدت گذشت، یعنی یکی ماه دو ماه، من متوجه شدم که ایشون کم حرف میزن. بعد بهش که گفتم، گفت که ببین من کلن کم حرفم. بعد من گفتم والا من که اول دیدم اینطور نبود. گفت خب اون موقع مثلا میخواستم جلب توجه کنم، ولی من کلن کم حرفم. یکی دو بارم این بحث بینمون پیش اومده. بعد
اولا دوست بگیم خواهش میکنم من همینطور قبول بکن، من واقعا نمیتونم. من خب میگن از اون لحظه که آدم ها رو نمیشه تغییر داد، میگفتم اوکی. دوستان مثلا میگفتن نه مردا بدن تغییر میکنن، خیلی بیشتر حرف میزنن. نه دوستاتون گوش به حرف دوستاتون ندین. نه مردا کم حرفتر میشن پر حرفتر نمیشن. این یک. برای دوستان راه کنین. بذار ازتون این سوال بکنم، شما چند تا خواهر برادر دارید و فرزند چند دومی؟ ما 5 تا بچه ایم و فرزند دوم. ایشون چند تا خواهر برادر دارن و چند دومی؟ ایشون 6 تا، خودش 3 دومی. خب ایشون اون وسط بودن یه مقدار. حالا چقدر فکر میکنید این کم حرفیشون یک مرتبط به این که اصولا شور و شوق و هیجان و شادی و لذت و بازی جزی از زندگیشون نیست؟ دو، ای بسا یه زمینه برای افسردگی دارن. بله، در مورد سوال اولتون، ایشون کلن آدمیه که از روزی که من شناختمش قبل از اینکه حتی که بود خیلی ایشون شاده، هیچ وقت دم این اون منظرم از شادی نه که مثلا باید بزن بشکن داشته باشه، البته که اینجور هم یه مقدار قبلا بوده در زندگیش، ولی آدم شادی، هیچ وقت دم از افسردگی نمیزنه، هیچ وقت نمیگه دلم گرفته، همیشه یه هدفی داره که باید در یه ددلاین خاصی به اونا برسه، خیلی اینطوریه. در مورد سوال دومتون، افسردگی که نیست جان، افسردگیشون ندارم. نه من فکر نمی کنم، ولی دکتر یه نکته که هست اینه که من احساس میکنم ایشون خیلی کانوینینت نیست با آدم های غریبه، برعکسی که خودش ادعا میکنه، چون کلا مهارت صحبتش خوبه، من اینو میدونم مهارت صحبتی خوبی داره، ولی من میبینم مثلا توی جمعی که میریم و آدم های غریبه تون جمع هستن زود جوش نمیخوره، و حتی من یه جا توی جمعی بودیم و من این دفعه احساس کردم که من اون تنها شدیم، در حالی که بچه های ایرانی همه بودن، و من گفتم خب ما چرا نباید مثلا توی یکی از این جمع ها بریم. بعد اون گفت که خب مثلا فلانی ها یه سر آدم مثلا جرکن، چرا باید وقتمون رو تلف کنیم با اونو حرف بزنیم. گفتم خب فلانی ها چطور؟ بعد سعی کرد که مثلا یه ارتباطی برقرار کنه. من یه مقدار از این موضوع نگرانم که مثلا دوزیه فکر کنم زندگی ما بیشتر مختص میشه به من و اون فقط. ببینید عزیز، من یه چیزی به اسم چهار دیواری خانواده میشناسم که اولش عشقه، ولی دومش رابطه و مهمتر از بزرگ رابطه ارتباطه، یعنی کامیونیکیشنه. ببینید ماجرای این که کم حرف علامت خوبی نیست، برای که اگر زن و شوهر برای هم حرفی نداشته باشن و در اثر گفتگوی با هم احساس حتی انتظار و احتیاج نکنن و لذت نبرن، که تو دنیای امروز تبدیل به دو تا دستگاه در حقیقت مکانیکی میشن، چون مهندسه و دکتر مکانیک هستید، که خیلی به اون صورت برخورد. چقدر ایشون، ببینید خطری که تو رشته‌های شما و تخصصهای شما وجود داره به دلیل رقابتی که در جامعه ایران هست این است که برخی از اوقات آدمایی باشید به جزئیات توجه میکنید، دیتیل اورینتدید، آدمای دقیقی هستید، مولدید، مواظبید، معمولا سیستم حسی احساسیتون خاموشه، سیستم عقلی و منطقیتون به کار افتاده، زندگی رو یه مقدار جدی میگیرید، هدفهای خیلی مشخصی دارید، در اون مسیر قدم برمیدارید، وقتتون رو بی خودی تلف نمی کنید. یعنی ببینید اینا اون مسائلی است که شما رو وارد حریم وسواسی مجبور میکنه که با خودش غالبا یه زیربنای اضطراب و نگرانی داره. چقدر ایشون آدم مضطرب و نگرانیه درباره سلامتی، درباره بیماری، درباره کار، آینده، هر چی؟ به نظر من نگرانیش کاملا حد نرمال داره، یعنی اصلا مثل مردایی نیستش که مثلا اینجوری راحت بگم بهتون. نه مثلا فوقش فقط دوباره چند بار یه جمله ازش شنیدم که من نگران این هستم که بعد فارغ التحصیلی مثلا کار من و تو چجوری میشه، نگران این موضوع هستم، فقط همین. ولی برای جاها دکتر خودش رو یه جوری من فکر میکنم هم هست و همین یه وقتا بیشتر میخواد به من نشون بده که من اصلا نگران هیچی نیستم، همه چیز پرفکته، چون من خیلی کارم درسته. من فکر میکنم یه مقدار میخواد جلوی من شو آف بکنه، ولی واقعا هم فکر نمیکنم اونقدر استراب واقعا این آدم داشته باشه. دوستان دیگه نظرشون راجبش چیه؟ آدم اجتماعیه، آدم کم حرفیه، آدم نجوشی اگر از دیگران بپرسی؟
دیگران دوستای خودش رو من بپرسم فکر نمی‌کنم چنین چیزی رو بگن. مثلا فرندلی، یعنی حداقل اون جمع دوستای خودش رو مثلا خوب جمع کرده، ولی مثلا شما بزنش پیش 4 تا غریبه مثلا خیلی علاقه نداره که مثلا بخواد هی آدم دور خودش جمع کنه، هی مثلا گروپ بذاره. نه 3-4 تا دوست داره بر خودش اینجا، البته حالا جای دیگه خیلی دوست داره، با همین ها میجوشه و میاد و میره. خب البته آدم هایی هستن مثلا دو خانواده های شلوغ، یه احتمالی که وجود داره این است که من عادت کردم به روابط خیلی سطحی. میدونید این اشکالی است. تمام امروز تو رادیو هم با یه خانمی صحبت کردم که دوستشون 12 تا بچه بودن، تو خانواده ایشون هم تازه 11 بود. حالا یه سوال ازتون دارم، شما من بگید 2 تا چیز خوب ایشون چیه؟ مهربون هستن و به من کر میکنن. اینو 2 تا که یکی هن. دیگه چی؟ خب از لحاظ کاری خب خوشم میاد که بچه باهوشیه. مثلا خلقاتم آخه بعد از انتخاب شما هنوز معتقدید باهوشه؟ آره من معتقدم بچه باهوشیه. نه میگم بعد از انتخاب شما همچنان معتقدید باهوشه، چون من خواستم یه ذره بدجنسی کنم. حالا به من بگید 2 تا عیب ایشون چیه؟ 2 تا عیب ایشون خب از نظر من بخوایم بگیم، اول از لحاظ ظاهری باب میل من اونقدر نبوده، یعنی من بهش نمره معمولی میدم. خب بعدش یکی دیگه اینه که دکتر بعضی اوقات همین مسئله کم صحبت کردنش باعث میشه که بعض اوقات با هم رابطه برای من بورینگ باشه. یعنی بعض اوقات دکتر با همه عشق و مثلا هیجانش شاید یه رو 20 دقیقه من همجور ول کنم، تو صورت من فقط نگاه میکنه یه لبخند لبشه، میگم خب این چیه؟ میگه خب من دوست دارم صورتتون نگاه کنم. میگم خیلی عالیه فرانه، ولی حرفم باید بزن و باور کنید جای خسته میشم از سکوتش و از اینکه مثلا هیچی نداریم اینگاه حرف بزنیم. بعدش مثلا دوست دخترم زنگ میزنه، میگم آه بریم بیرون مثلا یه 2 کلمه حرف بزنم حد اول. بله ببینید عزیز، البته ایشون برخلاف تصور شما زمینه استراب و افسردگی رو دارن و دائما تو خودشون هستن. برای شما میخوان یه ذره خودشون رو وادار کنن به یه کاری که راه و روش معمولیشون نیست. خانواده شلوغن، بچه سومن اون وسط گیر کردن. حالا بذارید ازتون این سوال رو بکنم که اگر از ایشون من بپرسم 2 تا حسن شما چیه، من چه میگم؟ یعنی 2 تا چیز خوبی که در شما میبینن چیه؟ میگه که من یکم حساس و مثلا دخترونم، یکی دیگه هم اینه که من مهربونم. نیستید. وقت عیب شما چیه؟ عیب من اینه که قبلا یک مقداری بهش گیر میدادم، یه گیراییه. خب الان دیگه این گیرار نمیدم. مثلا اینکه چرا با اون دختر زیاده شوخی کردی و چرا دستی سایت پورن من رو مثلا چیز رو لپتاپ رو چک کردم وقتی تو پورن چرا رفتی و اینها. نه این با بقیه میخونه تو سایت رفتن اگر یه ذره بیش از حد داد. ببینید ایشون یه آدمی است، ببینید عزیز، یه ذره که خونه شلوغ میشه از 4 تا بچه بیشتر میشه، آدم ها فقط میرن دنبال زنده ماندن، سروایوول، خیلی زندگی نمی کنن. یعنی لایف به اون صورت ندارن ولی زنده میمونند. و به همینجاست که مخصوصا وقتی باهوش باشند و بیفتن در مسیر مثلا درس یا کار موفق میشن و پیش میرن. ولی دنیاشون خیلی دنیای یه بعدیه، یعنی فقط همه چیز خلاصه میشه در موضوعی که هست، بقیه چیزها رو اداشو در میارن و بعدم با گذاشت جان یه چیزی میتونم اضافه کنم؟ حتما دکتر. ایشون اگه راجع به این موضوع یه بودی بودن بگیم، من دقیقا هم تعریف که شما میگین من برای من صدقش بیشتره، ولی ایشون اونجور که تعریف میکنه از همون دبیرستان، حالا من نمیگم خیلیم حالا چجور، ولی مثلا میگه دوست دختر داشته، بچه میدونم رابطه داشته، اینجا اومده مثلا میگه من رفتم کلاب انقدر زبون داشتم مثلا با دخترهای خارجی مثلا صحبت کنم مثلا باشون برخصم، نه که خیلی بخواد پوزه اینا رو بده، اصلا من که
گفتم خب حالا میخوام بدونم بگو اینا رو گفت، ولی منظور این که ایشون خیلی شیطنت ها شو اینا رو کرده. آقا شیطنت ها با ملاک های شماست. بعدم ایشون آمده این مسائل رو مطرح کرده، خیلی شیطنت نیست اتفاقا. دقیقا تو مهم اینه که عمق این رابطه ها چه بوده، مهم اینه که عمق رفتنشون و توی فرض کنید یه پارتی چه بوده، عمقی نداشته. این الان هم که میاد کلاس شما کنار شما میشینه 15 دقیقه گفته شما نگاه میکنه. ببینید ایشون حداقل رو در ارتباط با دیگران میگذاره و این موضوع جدی است، موضوع مهمیه. بعدم شما یه تیپی هستید که به هر حال این مقدار درگیری رو میخواید و ارتباط رو میخواید و گفتگو رو میخواید، حتی بگو مگو رو شاید تو خانواده بودید که یه ذره با هم سر به سر هم میذاشتید، به اون عادت کردید. ایشون یاد گرفته که چگونه خودشو از صحنه ببره بیرون. ببینید علائمی که ایشون میدن، من مطمئن نیستم، ولی این است که یه ذره فکر میکنن دنیا یک اتاق عمله، اتاق جراحیه. صلاح آدم اینه که یه ذره آدم بی‌حس و بی‌احساس باشه و به نظر من اون مایه رو دارن. این که شما رو میخوان، ایشون هم شما رو به عنوان یه مجموعه یا به عنوان یه پکیج فکر بکنن درستی، برای اینکه از این بهتر. بعدم شما دوتایی تنهایید اونجا، خیلی هم درست است که میتونید دوستانی داشته باشید ولی به هم گره خوردید، بعدم رشتتون و کارتون و همه اینا هم هست. چقدر فکر میکنید که ابتدا گفتید شما، ولی چقدر از نظر فیزیکی و جنسی فکر کنید به هم واقعا کاملا جذب و جذبید، یعنی فیزیکال اند سکشوال اترکتیو اترکشن دارید به هم؟ من برای ایشون مثل این که خیلی دارم اونجوری که خودش میگه، ولی ایشون برای من نمیتونم بهتون بگم خیلی خیلی مثلا هیجان انگیز، نه برای من اوکیه، یعنی خوشم میاد، ولی خب نه اینجوری که بگم او مای گاد این اصلا قلبم هی چه میدونم حالا قلبتون اینا اینطوری نیستم. آخه حالا شما، من نمیدونم، نمیخوام وارد اون بحثم بشم، ولی من فکر می‌کنم که شما با توجه به راهی که با هم آمدید و یا راهی که آمدید، هر دو تا بیش از هر چیزی مشغول درس و کارتون بودید، خیلی پراکندگی رو نداشتید. حالا ایشون پیشنهادش به شما چیه از نظر رابطه، یعنی ازدواج کنید و کی؟ بله ایشون میگفتن ازدواج کنیم، بعد مثلا مامان باباش با من صحبت کردن، ایشون هم یه بار با مادر من صحبت کردن چون من پدرم 7-8 سال پیش فوت شدن. بعدش مثلا چیکن ارتباط هایی هست، بعد ایشون چندی با خیلی جدی مطرح کرده که خب دقیقا برنامه ما چیه، مثلا فلانی میخواییم ازدواج کنیم. خب من همین جاهایی بهش گفتم آمادگی ندارم، ولی خب آخرین بار این بود که تابستون مثلا بریم ایران، منم گفتم که راستش من 4-5 ماه دیگه وقت میخوام، فکر میکنم وسط مثلا چه میدونم مقالمه نمیتونم، یه مقال یه بهونه اینطوری آوردم، ولی اصل بهونه اینه که دکتر همون رو که من میشنم بعضیا میگن رابطه که جلو میره تو به یه جایی میرسی که خودت میدونی جوابت نه یا جوابت آره است، برای من این پیش نیومده، یعنی نمیتونم ایشون رو پردش کنم بگم برو، نه نمیتونم بگم میدونی من میخوام عاشقانه باید زندگی کنم، باید بمونم فلان. بله نمیفهمم. نه خب به نظر من آخه علتش هست که یه ذره کمک میخواید، یک کسی یه ذره بستا با یه نگاه واقع بینانه و عینی گرایی، یعنی ابجکتیوی باید به شما نگاه کنه، یه مقدار چراغا رو براتون روشن کنه، برای که این چیزی که شما من میگید بیشتر به این شبیه که دو تا آدمی هستید که به هر حال کنار هم قرار گرفتید، سر راه هم قرار گرفتید، ولی معناش این نیست که واقعا برای هم بهترینید. به همینجاست که واقعا یه ذره وقت رو میخواید و تا زمانی که در ازدواج مطمئن نشدید باید بدونید که نباید ازدواج کنید. من یه مجموعه سی دی دارم 8 تا تحت عنوان چرا ازدواج چرا طلاق، درسته طلاقش به شما نمیخوره ولی همون هم میتونه کمک کنه. این 8 ساعت رو که از خود من هست همین میتونید بشنوید، دو تایی بشنوید، برای اینکه چرا آدم ها ازدواج کنن با دلایل درست با دلایل غلط و چرا آدم ها ازدواج نمیخوان بکنن در حالی که وانمود میکنن میخوان و یا اصلا ازدواج نمیخوان بکنن. یه کمی به اونا نگاه کنی، چون من در شما یه مقدار علائمی رو میبینم که فکر میکنم یا خیلی شناخت واقع بینانه از خودتون ایشون ندارید یا اصولا یه تصوری از ازدواج دارید که شاید با ویژگی های روانی شما و ایشون همخوانی نداره و شاید اصلا هم اونقدرها در بیرون وجود نداشته باشه.
بذار یه سوال آخر رو بکنم، درباره بچه نظرتون چی؟ هر دوتا دوتاییمون مثلا با دوتا بچه موافقیم که داشته باشیم. چقدر دوست دارید داشتن بچه رو؟ آره خیلی دوست داریم، یعنی اونم ادعا میکنه که دوست داره، منم خب دوست دارم دوتا. به نظر من عزیز ازدواجی است که در کلیاتش اشکالی نیست، مهم اون جزئیات و دیتیله و اونه که همیشه کار دست میده. اگه بتونید با یک کسی صحبت کنید جان؟ بله تایپ کردم حرفتون. بله اگر بتونید با یک کسی صحبت کنید کمک میکنه. به نظر من یه ذره بیشتر باید به خودتون فرصت و جرأت بدید که خودتون باشید تا ببینید حالا این تیکه تیکه های وجودیتون به هم گره میخوره یا نه. من دلیلی برای به هم زدنش نمیبینم، ولی برای اینکه با این حالی که شما دارید تصمیم به قطعی نهایی برای ازدواج بگیرید هم راحت نیستم. اون یه مدت وقتی رو که میخواید من فکر کنم مناسبه. الان هم البته چون به پیام ها رسیدم نمیخوام وارد یه مقدار جزئیات دیگه ای بشم، بلکه میدونم روی کاغذ به قول معروف شما درستید. دوستانتون که با این رابطه و ازدواج، اونایی که یه مقدار میشناسنتون، که مخالفت جدی یا با دلیل خاصی جلو نمیان؟ دوستانم میگه نه نه جدی نه، منتها مثلا میگن که میدونی تو مثلا میتونستی مثلا با یه آدم بهتری، حالا این بهتر خب قبول داری حرف نه اونا که درست نیست. یا به هر حال متوجه شدم، یعنی متوجه این ماجرای یعنی اوکیه، ولی خب حالا حالا به همین جهت است که اوکی کافی نیست برای ازدواج عزیز. ازدواج باید بره اونور 90-95% و الا اشتباهه، برای اینکه ما مجبور نیستیم انتخاب کنیم. یه ذره صبر کنید، یه مقدارم شاید هم من یه سیدی دارم 50 باید و نباید رو، هم اگر چرا ازدواج چرا طلاق دوتایی بشنوید، شاید به نظر من این مقدار چراغای رو اینجا روشن اونجا روشن کنید که بتونید انتخابی بکنید که باش راحت و آسوده باشید. من پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی ممنون. خواهش می‌کنم. بینندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش. مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، اضطراب و وحشت. افسردگی. خشم و عصبانیت. استرس یا فشار روانی اجتماعی. چرا ازدواج چرا طلاق؟ 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت. راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید. رازها و نیازها. بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستانی که در سن دیگو هستن میرسونم که روز یک شنبه 24 جون از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته تحت عنوان اعتماد به نفس و حرمت نفس (Self Confidence and Self Esteem) در تالار خانوادگی صوفی در شهر سن دیگو خواهم داشت. بنابراین
یک شنبه 24 جون 4 تا 8 بعد از ظهر در سان دیگو. همچنین با آگاهیتون میرسونم که دو سفر ما همچنان برپاست. البته کشتی فکر میکنم سولد اوت، این آخرین باریست که شاید اعلام میکنم. یکی سفر ماست به اروپا که از جمعه 29 جون هست تا جمعه 6 جولای که از بارسلونا شروع میشه و از تونس و فرانسه و ایتالیا دیدن میکنیم، و سفر دیگه 7 شب و 7 روزه است از ونکوور کانادا به آلاسکا که از جمعه 20 تا جمعه 27 جولای خواهد بود. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم در هر کدام از این سفرها 7 کنفرانس خواهم داشت. اما در فاصله این دو سفر افتخار این دارم که در خدمت دوستان عزیز ابتدا در اروپا و بعداً ونکوور کانادا باشم. جمعه 6 جولای در فرانکفورت هستم، یک کنفرانس خواهم داشت. شنبه 7 در دوسلدورف دو کنفرانس، یک شنبه 8 در آمستردام دو کنفرانس، دوشنبه و سه شنبه 9 و 10 در کلن 4 کنفرانس، چهارشنبه و پنج شنبه 11 و 12 در هامبورگ دو کنفرانس، جمعه 13 در گوتنبرگ خواهم بود دو کنفرانس، شنبه و یک شنبه 14 و 15 در استکهلم هستم 4 کنفرانس، سه شنبه و چهارشنبه 17 و 18 در لندن هستم 4 کنفرانس، و شنبه و یک شنبه 28 و 29 جولای در ونکوور هستم 4 کنفرانس. روی هم 27 کنفرانس رو من در این سفر دارم علاوه بر کنفرانس ها. در خصوص عنوان سخنرانی ها که همه 3 ساعت یا 2 تا 5 و 6 تا 9 یا 3 تا 6 یا 6 تا 9، از هفته آینده روی وبسایت من میتونید اطلاعات رو دریافت کنید و تلفن های تماسی هم هست. خوشحال خواهم شد که در خدمت دوستان خوب و عزیز در این زمینه باشم. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید. روزتون بخیر جناب خلاطی. روز بخیر، بفرمایید. من میخواستم در مورد خودم صحبت کنم. من احساس میکنم یک مقداری تنبلی در وجودم هست، تنبلی که هر کاری میکنم از وجود من بیرون نمیره. خیلی تلاش میکنم که مثلا کارمو تموم کنم ولی این کارم تموم نمیشه. 90% کار زندگی من لحظه آخر شاید قسمتش تموم بشه. این از بچگی همراه من بوده، ولی حالا به این قسمت زندگیم که رسیدم احساس میکنم باید یه چیزی جزای اینو بگیره، چون واقعا جلوی موفقیت های زندگی ما داره میگیره. شما چند سال کارم رو دیر انجام میدم که شما هیچ کاری نمیشه. نه، شما چند سالتون عزیز؟ من 25 سالم. خب از نظر تحصیلی کجا آمدید؟ در ایران دیپلم هم گرفتم، بعد الان یه 2 سالی هست اومدیم آمریکا و اینجا فلان کالج هستم، دارم دست کالج هم میخونم تا آیا... اینکه ببینم. آیا غیر از قسمت درس در زمین های دیگه هم تنبلی؟ والا بله، من الان که دارم به شما صحبت میکنم تمام کارهای خونه مونده، هیچ کدوم نکردم، میدونم هم که انجام ندادم و وضعیت خونه هم در حد وحشتناکیه، ولی میدونم باید برم اونا رو انجام بدم، ولی هی مثلا خودم با کتاب خوندن مشغول میکنم یا مثلا میگم حالا ایمیلامو چک کنم اینا مهمتره. بعد که ایمیلامو چک میکنم همه چیه بهانه هست، مخصوصا برای درس خوندن. مهم برام درس خوندن هم. میخوام توی درس خوندن مخصوصا این حالت از بین بره. آخه صبر کنید عزیز، شما ولی من میگید که من میرم کتاب میخونم. کتاب چی میخونید؟ مثلا که قبلا ها خیلی دوست داشتم کتابای رمان های فارسی بخونم، الان که خیلی به دارم رو زبانم کار میکنم که زبان انگلیسی خون بشه، مثلا کتابایی که مربوط به زبان انگلیسیم هست میشینم میخونم، لغتاشو در میارم مثلا یاد بگیرم. ولی اون خونه که من ازدواجم کردم و همسرم خیلی از این مسئله شاکیه که تو ایش را قضا درسته میکنی، یعنی بیچاره خیلی هم شاکی نیست ولی به بعد وقتا به میگه که قضا درسته میکنی، خونه مرتب نیست ولی داری مثلا میلاتو چک میکنی یا داری فیلم نگاه میکنی. خب آخه بقیه
یا سب کنید هر کاری هم میکنم که مثلا دلم میخوام خونه هر چنگایی هم معتب میکنم نه اینکه نکنم نه به من ولی نه سب کنید اینقدر حرفا رو تکرار نکنید ببینید فهمیدم اتون حالا داستان سب کنید به من بفرمایید شما ای صبح برن شاید خونتون به هم ریخته از ظرفا شسته نشده چرا اسمشو بذارید تنبلی برای انجام این کار چرا فکر نمی‌کنید اگر این کاری سپاد بکنید بهتره بکنید یا بذارید تو ظرفشویی شسته بشه یعنی چه جوری با این موضوع برخورد می‌کنید میگید چی مثلا من صبح که از خواب بلند میشم میبینم خونه به هم ریخته است میگم خب باید مرتبش کنم حالا بذار میلامو چک کنم خیلی خوب بکنی بس که میلامو که چک میکنم دیگه باید برم یا باید برم کالج یا کالجم از کالج که برمیگردم باید حتما برم سر کار از سر کار که میام خستم میگم خب فردا صبح میکنم نه صبر فردا صبح میشه و یک ماه رد میشه بعدی وقتا سرکار خانم نه بذارید سوالای منو جواب بدید شما اگر دارید کالج میرید سر کارم میرید چند ساعت وقتی است که برای کالج میذاری چند ساعت وقتی است که برای کار میگذاری در هفته من الان یه مقدار کالجم یادتر شده ولی به صورت معمولی صبح از ساعت 8 تا 1 کالج هستم 1 تا 3 خونم 3 تا 11 شب هم سر کار هستم کی گفته شما تنبلید؟ پس بخوادی برای چی با؟ پس این شما نمیدونم حالا احساس میکنم که باید یه برشت بلد نیستم برنامه ریزی کنم ویکند ها که خونه هستم ترجیح میدم استراحت کنم تا مثلا به کارهای عقب موندم برسم نه ببینید از اون کارا میمونه واقعا سرکا خانم برای بار سوم چهارم برای بار سوم چهارم بازدید همون حرفاره میزنید بابا جان سب کنید جالبه شاهی دائما همون داستان رو یه جور دیگه مطرحش کنید تو این خوچه میرم اینجوری میشه تو خیابون اونجوری هستم مطلب روشن شد بذار من یه ذره شما رو بفهمم میخوام ببینم چقدر بازی و سیاه بازی داری شما چند تا خواهر برادر داری من یه برادر دارم از من بزرگتر چقدر بزرگتر 1 سال و 7 ماه شما وقتی که دبستان بودید درستون چطور بود شاگرد اول نبودم ولی خب همیشه معدلم 90 اینجا هیچ وقت 20 نشد معدلم خب از این بابت ناراضی هستی؟ نه من خیلی برای مهم نیستش که نفر اول باشم ولی دوست دارم جز نفرات اول باشم شما میدید چقدر زد و نقیز حرف میزنی؟ و به همجاز که دور میچرخید دوره دبیرستان چطور بودی؟ دبیرستان درستان خیلی افت کرد دبیرستان چی کار میکردی؟ من هیچی دبیرستانم دوران نوجوانی مثلا خوب نبود دوران دبیرستانم مثلا نمیدونستم چی کار میخوام بکنم بیشتر به کارهای معمولی یه مقدار درست خوندن بیشتر ورزش میکردم من خیلی ورزش میکردم چه میکردی؟ دوران دبیرستانم من تو باشگاه های ورزشی گذروندم چه میکردی تو باشگاه های ورزشی؟ من از داد ورزشی خب خیلی مقام آوردم توی شهر و استان خودمون خیلی علاقه داشتم و واقعا ورزش میکردم حتی تیچر اسیستنت کلاس ورزشی خودمونم بودم به خاطر همین بیشتر روزا میرفتم باشگاه ورزشی بقیهش هم که مدرسه بودم تو خونم یا درس که نمیخوندم مثلا به کارهای تلویزیون نگاه کردن، اینترنت رسیدن، برایشم دوباره فردا روزی از من روزی از من شما چه ورزش هایی میکردی؟ من ورزش سنگ نوردی کردم، کوه نوردی خیلی کردم، بیشتر کوه نوردی کردم، تنیس کردم، شنا خیلی زیاد رفتم، بسکتبال خیلی زیاد بازی کردم الان چطوره؟ الان هم ادامه داره ورزش هم رو کنار نذاشتم چون همسرم خیلی اهل ورزش هست ما تقریبا 3 روز در هفته میریم باشگاه سنگ‌نوردیمون آخر هفته ها که حتما برای کوهنوردی میریم خب آدمی که کار میکنه روزی 8 ساعت مدرسه هم میره کوهنوردی و کارهای دیگه هم میکنه چرا میگه تنبل نه ببینید عزیز شما حالا اینو لطفا دقت کنید تو خانواده پدری و مادری زمینه افسردگی داشتید یا نه هم مادرم افسردگی دارن هم برادرم افسردگی شد اوکی
بنابراین شما خفیف افسردگی دارید، از این دیسفایمیا دارید. علتش هم این است که فقط چون کارا رو دارید با زحمت انجام میدید، برچسب تنبلی رو خود شما تنبل نیستید، شما این مقدار بی انرژی و برخلاف آدم ها که با پاشون راه میرن، شما یه ذره با دستتون راه میرید. اینی که هم اذیت میشید، هم حوصله ندارید، هم خسته میشید. ولی تنبل نیست. نه تنبل نیست. کلمه قشنگی بود. حوصله ندارم. آره ببینید عزیز، شما یه مقدار بیوشیمیایی مغزتونه که به هم ریخته و اون کار دستتون میده. و بعدم این بیوشیمیایی مغزی که به هم ریخته پراکندگی ذهن رو به وجود میاره. چون ذهن شلوغ پلوغ و به هم ریخته ای دارید، زندگیتون هم شلوغ و پلوغه. یعنی من وقتی تو ذهنم همه چیز در قاطی پاتی میشه که بشقابم سر جاش نخواهد بود، لباسم سر جاش نخواهد بود، من اصلا اون به هم ریختگی رو نمیبینم، اون تفاوت رو متوجه نمیشم. بنابراین به نظر من شما تنبل نیستید، بی انرژی هستید، تنبل نیستید، دست و پا شکسته اید و راهتون احتمالاً نوعش از نوعی است که اتفاقاً به دارو بسیار خوب جواب میده. یعنی شما از اون تیپ آدمایی هستید که همه کار براتون مقدار سخت‌تر و مشکل‌تره. البته پدر و مادری احتمالاً داشتید که یک کارا رو به شما تحمیل کردن یا از شما خواستن یا خودتون اینجوری برداشتتون بوده. پس بنابراین همه کارا تحمیلی و دستوریه. پس باید از زیر کار در رفت. دوم از اونجایی که فشار بهتون می آوردن تا زمانی که مجبور نمی شدید و الان تا مجبور نشید کاری نمی کنید، باید یه جایی هزینه هاش سنگین بشه که شما اون کار رو انجام بدید. سوم این که به دلیل تمام دوران مدرسه تمام درسامو دقیقا شب امتحان می خوندم، تا صبح بیدار می موندم، ولی مثلا نمی کردم که در طول مدرسه بخونم، در طول سال بخونم. right. ببینید بعدم دلیل مسئله دیگه این است که چون برای شما همه چی دردآور بوده، کوشش می‌کنید اونها رو به تأخیر بیاندازید. ضمناً به دلیل همون زمینه‌های ایبس و افسردگی خیلی آینده وجود نداره. پس بنابراین من چرا باید درد آینده رو بکشم؟ پس بذار آینده دردش رو خودش بعداً بکشه. بعدم یه گرفتاری دیگر شما این است که امروز رو مساوی فردا نمی‌دونید. یعنی درد امروز رو مساوی درد فردا نمی‌دونید. لذت امروز رو مساوی لذت فردا نمی‌دونید. که بگید پس صلاح من اینه که درد رو امروز ببرم و لذت رو فردا ببرم. بنابراین وقتی بتونید بگید فعلا لذت باشه، استراحت باشه، درد باشه برای بعد. بعدم احتمالاً تو زندگی زناشویی آمدید درگیر یک کسی شدید که قبلا با برنامه‌های خودتون یه جوری کنار می اومدید، فقط آخر کار ممکن بود مشکل و مسئله پیدا کنید. حالا یک کسی است که دائما داره روی شما یه نظارت میکنه، این جوری شد، اون یکی نشد، اون یکی نشد، و بنابراین شما دائما در معرض یه مقدار اعتراض هستید. این کار قبلا هم احتمالا خانوادتون در اون مواردی که آشکار بوده ممکن بوده مطرح میگرن، شما به اون تن در بید. ولی نوع حرف زدنتون کاملا پیداست دیسفایمیا داره، یعنی نوع خفیف افسردگی، یعنی اونو میشه در شما دید. به همین جد است که احتیاج داره یه نگاهی بهش بکنین. من توی سی دی و دی وی دی مربوط به افسردگی 30 تا علامت آوردم برای دیپرشن و اونجا میگم که اگر بیش از 15 تاشو دارید شما حتما میجر دیپرشن دارید، ولی اگر احتمالا کمتر از اون هست، مثلا تا حدود 10 تاش هست، 7 تا 8 تاش هست، نوع خفیف افسردگی است تو جامعه بوده. بعدم چون مادر و برادر داشتن، زمینه ارثی رو شما دارید عزیز. ببخشید من هیچ وقت فکر نمی‌کردم که ممکنه که زمینه‌های از افسردگیتون باشه، چون من خوشحال ترین فرد خانواده‌ام. یعنی همیشه نه خوشحال ترین نیست. خوشحال تو که هیچ وقت زندگی تو مشکلی بر نخواهی خورد. نه همیشه شادی، همیشه صبر کنید. فهمیدم. دو تا نکته. یک، شما در مقام مقایسه با اونا شادید، مثلا در شما اون شور و شوق و هیجان رو نمیدونم. دو، شما زمینه خفیف دیپریشن دارید، ولی زمینه یه ذره حالت منیک و شیدایی از نوع حرفا و تکراراتون دارید. ببینید عزیز، یه جمله فوق العاده به نظر من عمیق و سنگینی است از نیچه، میگه من و فقط من میدانم که چرا انسان و فقط انسان میخندد. او آنچنان ژرف رنج میبرده است که چاره جز اختراع خنده نداشته. بنابراین شادترین موجود غمگین ترین آن است. نه اونو شما منو گول نمیزنید با اون. اینکه مادرتون چنین میگن، ایشون مضطرب هم هستن.
ولی حال شما اصلا نشانه شادی و شور و شوق نیست. این آدمی که شما برای من توصیف کنین شور و شوق و شادیش از کجاست؟ شور و شوق و شادیش به خاطر فرار از افسردگیه. ببینید مثل آدمی است که پرپر میزنه، بال میزنه ولی پرواز نمیکنه. همینجاست که شما بیشتر در جا میزنید تا پیش برید. نه، اونا رو با هم اشتباه نکنید. کاملا صحیح میفهمید. من بیشتر از اینکه جلو برم احساس میکنم در جا میزنم و این مسئله خیلی عزیزم. خب رایت، ولی علتش این است که عزیز شما برای این که ببینید، شما اگر سوار موتورسیکلت بشید، سوار موتورسیکلت بشید یه ذره دستون حرکت بدید، موتورسیکلت 10 مایل 20 مایل 30 مایل در ساعت حرکت میکنه. ولی اگر سوار دوچرخه بشید باید دائما پا بزنید. شما دوچرخه دارید عزیز، شما اگر یه ذره پا نزنید میافتید، ولی نشان دهنده این نیست که شما آدم فعالی هستید. منی که موتورسیکلت دارم نیستم. شما اگر نزنید میافتید. شما در حقیقت از طریق یه مقدار حرکت ها و از جمله شادی و خنده هایی به نظر من یه مقدار کاذب سبب میشید که نیفتید، ولی میفتید و با گذشت زمان بدتر میشید. به همین جهت است که توصیه میکنم خدمتتون با اولا یه مقدار درباره افسردگی بیشتر بدونید و بخونید، و دوم با یه کسی صحبت کنید. شاید اتفاقا راهش هم خیلی ساده است. کوتاه مدت اگر به شما دارو بدن ضد افسردگی که بعد از 3 تا 4 هفته معمولا کار میکنید، 3 ماه دارو رو بخورید. اگر تغییرات اساسی پیدا کردید شما دقیقا معلومه مشکلتون افسردگی از نوعی بوده که معمولا با مسئله انرژی همراهه و مسئله به نوعی آهستگی کل سیستم که با روند تند دوربر شما و زندگی شما نمیخونه. بنابراین شما همه کارها رو میکنید ولی احتمالا در آخر کار به آهستگی و با یه مقدار تقلب در وسط راه و یا احتمالا آخر کار و یا انجام دادن کارها به صورتی که فعلا سرهمش کنید تو خودتون از مسئولیت بله. بنابراین بیشتر اون عزیز، خودتون هم اذیت نکنید. شما اونقدر مسئول و مقصر نیستید که در حقیقت مثل این است که من شما یه اتومبیل داریم میتونه مثلا 500 کیلو بار رو ببره ولی دیگه 2000 تا شد چرخاش هم میخوابه. رو شما یه مقدار اونو دارن میگذارن. بنابراین ای با ایرادتون نیست، بی خودی هم نگید من تنبلم. شما تنبل نیستید، بی انرژی هستید، تنبل نیستید، زمینه خفیف دیسفایمیا و افسردگی دارید. تغییرات بیوشیمیایی مغز شماست که شما رو اینجا میرسونه. بنابراین کمک بگیرید، به نظر من به احتمال بسیار زیاد مشکلتون میتونین حل کنید. بعدم از بس این حرفا رو به خودتون زدید خودتون خلاص کردید که من تنبلم و بنابراین برچسب رو خودتون زدید. بنابراین دیگه کسی هم چیزی بهتون نمیتونه بگه، چون وقتی کسی گفت من تنبلم، مثل آدمایی که میرن میگن من گناهکارم، دیگه به حساب خودشون خلاص میشن از اینکه دیگری بهشون بگن چرا چنین کردی تو نکردی. جان میخواستید مطلبی بگید؟ بله، میخواستم بدونم که حالا با این توجه، با این حالتهایی که شما الان متوجه شدین در من خیلی دوست دارم که اینجا درس بخونم. همیشه دوست داشتم که علاوه تحصیلی به جایی برسم که برای جامعه مفید باشم، یعنی بتونم از اون تحصیلم استفاده کنم و کمک کنم به جامعه. حالا به نظر شما من میتونم در این کار موفق بشم؟ حتما. یا هم این حالت، همیشه نگرانیم اینه که این حالت هم جلوی تحصیلم رو بگیره. نه آخه نه، ببینید شما دنبال خط خودتون هستید، شما بازی خودتون رو دارید. شما بازی در بیرون بیاد عزیز، بیاد از بازی در بیاد. ببین که این نقش شماست که نمیدونم و نمیتونم و ولم کنید، نکنید این بازی رو. نه شما حتما میتونید. این حالت رو خودم از بین ببرم. نه از خود ابسولوتلی. شما به قرصتون بخورید راه میافتید. حالا دیگه علائمش رو بیشتر دارید نشون میدید. قرص رو بخورید راه میافتید، کار روان درمانی هم بکنید بیشتر راه میافتید. حتما هم میتونید کاری بشید. حالا نمیخوام برای جامعه مفید بشید، برای خودتون مفید باشید. سر به سر اون شوهر بیچاره هم نگذارید، اونم اذیتش نکنید. خونه رو مرتب منظم کنید، بازی در نیارید، بعد این دفعه متوجه میشید. برای که شما یه اشکال بزرگ دارید عزیز. من با 200 جوان خیلی قبل که کار تراپی میکردم یه طرحی هم بود روش کار میکردم. من اگر میتونستم به این جوانایی که غالب اوقات بین مثلا 20 بودن تا 35 یا بیشترشون، تو حالا یه جلسه یا تو 10 جلسه یه چیز رو میخبولوندم بهشون و متوجه میشن و میپذیرفتن. البته مشکلات شما رو میتونستن داشته باشن و اون این بود که درد و رنج و غم بیکاری از بدترین کار دنیا بیشتره. درد و رنج و غمش. بنابراین من یادم که خودم بیکار بودم، الان هر چقدر که کارم برام سخته میگم که یک لحظه شو حاضر نیستم. یا yeah.
برگردم به اون موقعی که بیکار بودم و چقدر دوست داشتم آره. کار پیدا کنم و اون سرگردونی اون موقع برام خیلی بیشتر بود. آره شما که اینو میدونید فشار بیاد برام مهم نیست. حالا شما که ببینید لطفاً کارتون رو بکنید، بیخودی هم بازی در نیارید. تنبلید که تنبلید، همینه. یه دتون میدون یه ده راه میرن، شما راه برید یا خودتون رو سینه خیز بکشونید، بیخودی هم بازی در نیارید. تا آخر راه هم باید برید، نگران هم نباشید. به نظر من دارو درمانی بیش از همه میتونه به شما کمک کنه، برای که علائم فیزیکی مربوط به در حقیقت میزان انرژیتون رو دارید که در مقام مقایسه با دیگران شاید یه ذره شاید کمتر باشید، ولی مهم نیست. مهم اینه که شما قراره با قدم‌های خودتون چه کوچک و چه بزرگ راه برید و مطمئنا میرسید. من به پیام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خواهش می‌کنم. بیرنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید. جدید را برای تماس با ایران اعلام می‌کنم. شما می‌توانید با استارتک تنها با 2.9 سنت در دقیقه با تهران تماس بگیرید. از تلفن همراه خود و یا از هر تلفن دیگر با ایران تماس بگیرید بدون نیاز به تغییر سرویس تلفنی خود. به سادگی بدون هیچ قرارداد و یا تعهد در تماس‌های خود صرفه‌جویی کنید. درنگ نکنید. همین امروز برای استارتک نام‌نویسی کنید و تا 172 دقیقه رایگان برای تماس با ایران دریافت کنید. گروه حقوقی کلارک فاونتن با مجموعه 120 سال تجربه کاری در سراسر آمریکا می تواند دعاوی حقوقی شما را در موارد تجاری، کاری، صدمات بدنی ناشی از اشتباهات پزشکی و تصادفات اتومبیل بدون پیش پرداخت قبلی انجام دهد. شما در صورت موفقیت در دعاوی حقوقی خود به ما پرداخت می کنید. برای مشاوره رایگان با سیروس نیاکان عضو گروه حقوقی کلارک فاونتن تماس بگیرید. سلام، آزیتا شیرازی هستم و افتخار دارم کرم‌های پوستی آیوما محصولی از فرانسه رو به شما معرفی کنم. آیوما جدیدترین پدیده در صنعت زیبایی پوست شما را با دستگاه‌های پیشرفته بررسی و تعیین کیفیت می‌کند. آیوما اسکین ایمیجینگ پوست شما را همراه با 3 روز سمپل هدیه می‌دهد. آیوما منحصراً در ساکس 5th Avenue، بیورلی هیلز و نیویورک. آیوما جدیدترین پدیده در صنعت زیبایی پوست محصولی از فرانسه، فقط در ساکس 5th Avenue. دکتر ادموند تاش، دندانپزشک، جراح و متخصص بیماری‌های لثه و کاشت دندان، فارغ التحصیل از دانشگاه نیویورک، عضو آکادمی متخصصین جراحان لثه از آمریکا، عضو کنگره بین‌المللی محققان ایمپلنت، در مطب خود واقع در 6200 ویلشر بولوار، در خصوص کاشت دندان ایمپلنت، جراحی لثه، پیوند استخوان فک، بازسازی و زیباسازی لثه‌ها و برطرف‌سازی مشکلات فک و تمیز کردن دندان‌ها، بهترین سرویس را به مراجع کنندگان ارائه می‌دهند. در مطب دکتر ادموند تاش اکثر بیمه ها پذیرفته می شوند. ویلشر پریودانتیست اند ایمپلنت سرجیکال سنتر، واقع در 6200 ویلشر بولوار، سویت 1409. برای مدت محدود دکتر ادموند تاش کاشت دندان ایمپلنت را با قیمت $759 به مراجعه کنندگان ارائه می دهند. تلفن 323-939-9944. دکتر ادموند تاش، خالق لبخندی زیبا. مطب‌ها در لس آنجلس و سان دیگو. همسر جون، راه آسان آشنایی با همدم و همسر دلخواهتون. داشتن یار و همسر برابر نشان خردگرایی و بینش است، زیرا نه تنها عشق و دوستی و رسایی رو به زندگی شما می آورد و در تندرستی و بهداشت روان به شما کمک می کند، بلکه پژوهش‌ها نشان می دهند که زندگی زناشویی شما همیشگی و پایدارتر می شود. پس در هر شهر و کشوری که هستید در مؤسسه همسر جون نام نویسی کنید تا من پروین زمانی با تخصص در کار همسریابی شما را با همدم و همسری تحصیل کرده، برازنده و همتراز و مانند خودتان آشنا کنم.
مهاجرت از طریق ازدواج توسط مؤسسه همسرجون.com چنانچه دارای شرایط مناسب باشید. برای آشنایی با سرویس مؤسسه همسرجون نخست به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. 818-450-6744 لطفاً برای تماس با نماینده همسرجون در ایران با شماره ایران بر روی صفحه تماس بگیرید. همسرجون.com مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، اضطراب و وحشت. افسردگی. خشم و عصبانیت. استرس یا فشار روانی اجتماعی. چرا ازدواج، چرا طلاق؟ 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت. راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید. رازها و نیازها. بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. با بیننده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید. الو، سلام بفرمایید. خوشحالم با تون صحبت میکنم آقای دکتر. من در سال 2009 در کشوری کار میکردم که از نظر امنیتی مشکل داشت و به هر حال کارم هم همینطور هست و در اون سال به دلیل یک حمله توسط سویسایل بامبرز توسط کی؟ ما مورد حمله قرار گرفت و من ترومتایز شدم. البته من در ساختمانی که حمله مورد حمله واقع شد نبودم و یک تارگت دوم بودم و ایوکیویت شدم و دوستان من کشته شدن. سه نفر از دوستانم کشته شدن و از اون سه نفر یکیشون بهترین دوست من بود که کشته شد. و زمانی که در اون ساختمان مورد حمله قرار گرفته بود، من میدونستم که اون الان در چه شرایطی قرار داره. بعد از اون به مدت تقریبا یک هفته در اون کشور هنوز باقی موندم، چون ایوکیویشن هم طول میکشید و دیگه کلن هیچ اطمینانی به سکیوریتی و هیچ سکیوریتی رو دیگه قبول نداشتم. تا اینکه ایوکیویت شدم و بعد از اون دچار دیپ دپرشن و پانیک اتک شدم. درمان کردم، به ایران برگشتم، درمان کردم، روی دارو بودم، همچنین تراپی میگرفتم و بسیار بهتر شدم. ولی که تقریبا 6-7 ماه گذشته به دلیل فشار زیادی که دوباره به من وارد شد، منظور این دفعه به خاطر ادامه تحصیل و درس و اینها، دوباره حالت پانیک اتک به من برگشت. پس دوباره به دکتر مراجعه کردم و درمان رو از سر گرفتم. بسیار بهتر هستم، ولی که مشکل اساسی که در حال حاضر دارم اینه که از زمانی که من دچار این تروماتیک اکسپیرینس شدم، مرتب احساس میکنم که هر از گاهی وقتی که این مقدار کار میکنم یا این مقدار مطالعه میکنم یا این مقدار برای تقریبا 45 دقیقه راه میرم،
احساس لایت هدده بگم که بهترم یه دست خواهی میشه، ثبوت میشه و ناگهان بدنم بسیار ضعیف میشه، احساس ضعف زیاد اعضای بدنم میکنم و نمیتونم دیگه راه برم و دلم میخواد که یه جا بشینم و استراحت بکنم و هر از گاهی این حالت به من آرز میشه که این یه جور حالت احساس مثل ویکنس به من دست میده که من این احساس از دست نمیدارم و باهاش آشنا نیستم چون هیچ وقت دوست ندارم در پوزیشن like in weakness position قرار بگیرم مستجیل و سوال من اینه که آیا این به دلیل اون traumatic experience هستش که من درش قرار گرفتم چون که من آزمایش خون دادم برای آهرون هیچ مشکلی در خون من نیست فقط اینه که قند خونم گاهی پایینه و باید شیرین بخورم دیگه آیا فکر نمی کنید که برخی از اوقات که اون احساس خالی بودن رو می کنید مال پایین افتادن قند خونتون باشه مثلا بعد از 45 دقیقه ورزش؟ ببینید عزیز صبر کنید ببینید نه مالا برحال فقط توجهتون رو قسم جلب ببینید عزیز شما با ورزش نمی خونه اونا یعنی شما به دلیل یه حادثه ای که خودتون هم اشاره کردید اون چیزی که به عنوان پست تروماتیک استرس دیسوردر میشناسیم برای شما اتفاق افتاده حوادثی از این قبیل عمیق و سنگین در حقیقت درست مانند کاردیس یا تبری است که به انسان میخوره وقتی پست تروماتیک استرس دیسوردر افراد چیزهای مختلفی رو از توش بیرون میزنن یکی از اونا استرابه و حمله استرابه و یا حمله وحشت انگزایتی اتک و پنیک اتک زمینه دیگه‌اش برای دیپرشنه افسردگی است البته چیزهای دیگه هم میتونه وجود داشته باشه اینکه شما معالجه کردید احتمالاً تا حدودی مفید واقع شده ولی تردید دارم که ماجرای پست تروماتیک استرس دیسوردر رو فقط با دارو درمانی بشه حل کرد روان درمانی تو هم نمیدونم اگر از سیستم سیستماتیک دیسنسیتیزیشن یا EMDR استفاده کردن معمولاً میشه پست تروماتیک استرس دیسوردر یا وحشت بعد از حادثه رو از میان برد و الا با روان درمانی های حالا کلی چه روانکاوی باشه سایکوآنالیزم باشه چه رفتار درمانی باشه چه شناخت درمانی باشه معمولا این مشکل اون ته میمونه و بنابراین هر زمان که شرایط برای شما سخت بشه نگران بشید یا تحت استرس قرار بگیرید و یا احتمالا راحت و راضی نباشید اینا سبب میشه که اون حال گذشته دو مرتبه خودش رو به صورتی نشون بده بنابراین شما به دلیل اون حادثه شما باید با یه فردی که میدونه با وحشت بعد از حادثه چه باید بکنه بتونه در حقیقت بکنه همه چیز رو از شما دور بریزه برخورد کنید یه سیستمی است به اسم EMDR یعنی Eye Movement Desensitization Reprocessing و این یه تکنیکی است که ترکیبی است از هیپنوتیزم و نوعی روان درمانی به عنوان روانکاوی که شما رو در شرایطی قرار میدن که هیپنوتیزم هستید ولی بعداً از شما میخوان که خاطره که اتفاق افتاده رو در ذهنتون نه تنها مرور کنید حس کنید احساس کنید و حالات خودتون نشون بدید و در این حال کوشش میکنن که در وقت بازگو کردنش شما چشمتون به سمت راست و چپ بره که معمولاً یه چیزی تو دستتون میذارن که هم حرکت میکنه هم صدا میده و بنابراین مردمه که چشم شما در حالی که چشمتون بسته است به سمت راست و چپ میره اساس تئوری قوی نداره ولی به نظر میرسه که سمت چپ روشون میشه خالی کرد از خاطره و زهر و سم و انرژی یه حادثه بعد ولی سمت راست رو اونقدر بهش دسترسی نداریم آنچه که در سمت راست هستن به سمت چپ میاد و پاک میشه یعنی من اینجا رو میتونم پاک کنم به کسی هم اون چیزها رو از اینجا میریزه اینجا باز من پاک میکنم و بنابراین شما رو خالی میکنه معمولا هم برای یه چیزی از این قبیل 10 تا 20 جلسه حد اکثر کفایت میکنه که از این سیستم EMDR استفاده کنن دوستانی هستن که تخصصشون تو این زمینه است و اصولا با تروما کار میکنن الان ارتش امریکا به دلیل جنگ های بیمارگونه وحشیگری که در عراق و افغانستان کردند و بعضی هاش هم هنوز دارن میکنن و ضرورت و فایده ای هم نداشته به هدفی هم نرسیدن یه درصد بالا این گرفتاری دارن و متاسفانه این پست تروماتیک استرس دیسوردر میتونه گرفتاری های ترکیب افسردگی و استراب و خشم رو به صورت بدی ببره امروز من
اتفاقا برنامه رو میشنیدم روزی 18 نفر از کسانی که از جنگ برگشتن خودکشی میکنن. یه رقم فوق العاده بالایی است که اصلا قابل مقایسه با کل جمعیت امریکا نیست. بنابراین شما هنوز اون بقایای اون آسیب در شما مونده و تا زمانی که همه ریشه کن نشه، یعنی سر این علف عرض رو هی زدن، ولی بعد از این مدتی دو مرتبه چون ریشه سر جاش بوده بالا زده، بنابراین تا زمانی که اون رو کاملا پاک نکنید و از خودتون دور نکنید احتمال بازگشت هم انگزایتی اتک هم پنیک اتک هم ری استراب وحشت هم زمینهایی برای افسردگی و یا برخی از اوقات خشمهای انفجاری که خارج از کنترلتونه و میتونه مسئله آفرین بشه. من فکر میکنم که اون تراپی که من گرفتم یک تراپیستی نبودش که در زمینه پانیک اتک و این ببخشید پست تروماتیک استرس دیسوردر تخصصی ایشون داشته باشن و من هنوز رزیدنت ایران هستم، ولی به دلیل کاری که میکنم همیشه در سفرم و این اتفاق هم در افغانستان برای من افتاد به دلیل اینکه من در اون سال در افغانستان متوجه شدم و نمیدونم که و نمیدونم باید به کدوم تراپیستی من مراجعه بکنم. نه ببینید بتونم واقعا از این مسئله خلاص بشم، چون حتی خیلی مزرعت میخوام، من حتی از یک منی که سخت‌ترین شرایط رو همیشه گذروندم الان در شرق آسیا برای یک ریسرچ کار هستم اینجا، ولی یک مارمولک تونست من انقدر بترسونه که دوباره همون حالت به من برگشت. حالا ببینید عزیز، چون نمیخوام تکرار کنم، دوستان دیگه رو خط هستن، شما باید یک کسی رو پیدا، شما اگر تلفن کنید یه روانشناس یا روانپزشک که ازش بپرسید که تو با پست تروماتیک استرس دیسوردر کار کردی و میکنی و تخصصهای مخصوصا از این سیستم EMDR استفاده میکنی چون بهترین جواب رو میده. اگر همچی چیزی گفتم میری سراغشون، اگر نه که نه. بنابراین اگر تخصصشون کارشون این نیست، موضوع منتفی است. در نتیجه یک چنین فردی را هر جا که هستید پیدا کنید. امید من این است که بتونید مشکل حل کنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خواهش می‌کنم ببخشید منو. رازها و نیازها بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام. خسته نباشید. خیلی ممنون از وقتی که به من دادین. خواهش می‌کنم. آقای دکتر، من یک پسر 11 ساله دارم. از بچگی مشخص شد که این بیماری ADHD داره. من یه بارم با شما صحبت کردم، گفتم که این یک مدرسه خصوصی میره. من واقعا شرمنده شما هستم، یعنی خانواده من مدیون شما هستن. به ما گفتین که مدرسهش رو عوض بکن، ما مدرسهش رو عوض کردم. البته خیلی ناراحته چون بیشتر دوستاش رو از دست داده و به خاطر این ناراحته و حدود 35 جلسه من نورو فیدبک برای این گذاشتم، ولی متاسفانه روی گفته شما که گفتین اگر که لرنینگ دیس ابیلیتی هم داشته باشه اون نورو فیدبک کمک کردنش مقدار پایین تر میاد، مشخص شد که این نورو فیدبک نتونست به اون کمک بکنه. بعد من اینو بردم پیش یک نورو سایکالوجیست و این 3 جلسه با این کار کرد، یعنی 3 تا اپویتمنت گذاشت که با این تنها بود، زمانهای مختلف 2 ساعت و 1 ساعت و حدود 1 ساعت و نیم، و به من گفتش که بچه تو که مشخص بود که ADHD داره، ولی بهره هوشیش که نمیدونم درست میگم یا نه IQ هست، از لو یکم بالاتره. یعنی چقدره؟ در مقدارش رو نگفت. آخه از لو یعنی چه؟ ADHD خودش learning disability هم میده. نه سب کنین. نه آخه داستان اون عدده من نمیدونم. اگر ببینید عزیز، ما 0 تا 70 رو بهش میگن عقب ماندگی یا عقب افتادگی، ریتاردیشن. 70 تا 84 رو بهش میگن borderline intellectual functioning، یعنی یک کسی است که تو مرزی است که یه مقدار مشکلی داره. 85 تا 100 به هر حال بهره هوشی متوسط رو به پایینه. 100 که این متوسط مردم، 100 تا 130 مردمان به هر حال باهوشی قبول قرار دارن، یه 2-3% جمعیت اون ور 130 هستن. من نمیدونم که ریتاردد نیست.
به من گفت استوپد نیست، به من گفت نه 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 استوپیدیتی با ریتاردشه. نه سب کنید، البته من باید برم مدرسه که خود این دکتر با جمعی از معلمان روی فون میان و بیشتر و بهتر با هم صحبت میکنن تو اون جلسه. فقط یه حدود 30 دقیقه به من فرصت داد که با من صحبت بکنه، چون من یکم وری بودم ازش خواهش کردم. به من فقط گفت که بچه تو ADHD داره و من فکر میکنم که بهتره که توی کلاس های کوچیک باشه، یعنی مثلا به جای اینکه یک کلاس 30 نفری باشه اینو مثلا باید بزنن سر یک کلاسی که حدود 10 نفر باشه. نه ببینید، صبر کنید، هم لرنینگ دیس ابیلیتیش بیشتر توی گفت کامپریهنشن هست. خب مثلا وقتی که یک کتابی رو میخونه بلده بخونه، ولی درک مثلا اون کتابی که میخونه عوض این که مثلا مالی کلاس 6 باشه مالی کلاس مثلا 4. نه من متوجه هستم عزیز، حرف ایشون درباره این که بذاری تو کلاس کوچکتر خیلی فرقی نمیکنه. ماجرای ADHD attention deficit hyperactivity disorder کلاس کوچک تازه بیشتر میتونه مورد هجوم معلم و بقیه قرار بگیره. نه من اونو نمیفهمم. دومین مسئله اگر learning disability داره تو در حقیقت comprehensionشه، تو فهم و درکشه، ما اونجا مسئله داریم، اون یه موضوع جدی است. این که به شما گفته کمی بالاتره، احتمالاً اگر اون ور 70 که ریتاردیشن نیست، خب شما با یک کسی روبرو هستید که مقدار درس خوندن براش مشکله. اگر قصدش اون ور 84 یعنی 85 به بالاست، یعنی 85 این قصه، بنابراین اون شماره خیلی مهمه که 71 یا 85، یعنی این دوتا هست که بعد تعجب هم کنم به شما عدد رو نداده. البته نمیدونم چه تستی از فرزندتون کرد، برای که ای تست هوشی کرده شما میدونید چه تست هایی رو انجام داد؟ نه اینو مدرسه اینو انتخاب کرد از طرف مدرسه، حتی به من گفت که خود مدرسه تمامه. حالا ببینید عزیز، نه شما اگر یه موقع با ایشون صحبت کردید یا صحبت کردید، یک بپرسید اگر تست هوش رو یا آی کیو رو اندازه گرفتن اون شماره چنده، اون شماره مهمه. دومی بله آی کیو مهمه. دومی که اون ماجرای کامپریهنشن و مسئله درک و فهمش در چه حدی است، برای که اینا حالت خفیف داره، یه مقدار مایل داره و یه مقدار جدی و سخت داره، اون مهم هست. و بعدم تازه تو چه زمین هست، برخی از اوقات اگر در فهم موضوعی است که میخونه یه مقدار متفاوته با اون چیزایی که میشنوه، اینا انواعی داره. به هر حال تو این گونه موارد بهترین کار این است که از اون فرد متخصص یک بخواید واقعا چه جور تست و آزمونی داده و اصلا داشته یا نداشته، و دوم اینکه یه مقدار تشخیص دقیق تر باید باشه. این که حالا با معلم و مسئولین صحبت میکنه بسیار کمک میکنه. اینکه به هر حال من با کلاس شروع موافق نیستم، ولی اون قطعا متاسفانه باید گفت یا خوشبختانه مطالعات نشون میده تعداد شاگردان تو کلاس ها جنبه های مثبت و منفی هر دو داره، هر چه کلاس کوچیک تر باشه کمی بهتر است در مجموع، ولی نه برای همه شاگردا. به همین جاست که اون موضوع مسئله شما نیست، چون اولش هم اشاره کردید میدونید برای من جابجا کردن بچه ها از مدرسه اصلا باش موافق نیستم، مخصوصا وقتی تو این سن و سالی که شبکه دوست داشته، چون اول فرمودید من توصیه نکردم. من احتمالا یه مقدار نگران مدارس خصوصی و سختگیری ها و یه مقدار بی خود بودن بسیاری از برنامه هاش رد. اون موضوع منه و الا من ملاک اصلی و اساسیم رضایت خود بچه است. به علاوه همیشه عرض به این بوده که بچه ها بعد از کلاس اول دیگه بهتر یه مدرسه بمونن تا دیپلم اونجا باشن. تو جور کردن بچه ها از دوستانشون و شبکه دوستان انتخاب بسیار میتونه خطرناکی باشه و کار درستی نیست. یعنی که چون اول فرموله نخواستم اونجا عرض کنم من، ولی اگر شما بچه رو فرستادید یه مدرسه ای که احتمالاً مدرسه مناسبی نیست، خب اون موقع ماجرای یعنی یه جای دیگه داره آسیب شدید میبینه، اینجا گرفته است. به هر حال پیشنهاد من خدمتتون اینه که مطمئن بشید فرزند شما مسئله و مشکلش چیه، با مسئولین بدونن، شما بدونید. ضمناً اینکه برگرده بگه فرزند شما ADHD داره یا learning disability داره، اختلال یادگیری داره، که کافی نخواهد بود. طریقه برخورد با این معالجش دیگه، نه اینکه معلم بدونه. معلم بدون این بچه کمبود توجه و تمرکز داره، بیماری معالجه نمیشه. پس که من بدونم که بیماری دارم، خب ممکنه یه انتظاری رو از من نداشته باشن، ولی معالجه من چی میشه، یعنی بهبودی من از کجا میاد. بنابراین از ایشون بخواید که یه مقدارم در جهت بهتر شدن در اونجایی که ممکنه انجام بدن. Learning Disability برخ از اوقات این اختلالات رو با یه دونه QEG میشه بیشتر دید که مغز چه میکنه، بعدم نورو فیدبک مخصوصه برای این کار رو اگر ازش استفاده کنند
میتونن به نتیجه برسن، یا ممکنه دارو درمانی رو یک نورولوژیست در این زمینه در حقیقت آقای من دکتری که انتخاب کردم نوروسایکولوژیست بوده. آخه نوروسایکولوژیست، ببینید نوروسایکولوژیست این اصطلاح خیلی شایعی نیست، یعنی بیشتر جنبه تخصص فرد رو داره نه تخصص کلی. و ولی من به دنبال یا نورولوژیست هستم که متخصص در حقیقت مغزه، و یا سایکیاتریست که روانپزشکه، البته به نورولوژی بیشتر میخوره. اون آدم بر اساس آنچه که شما فرمودید، چون پزشک نیست و توانایی نوشتن نسخه رو نداره یا حق نوشتن نسخه و دارو رو نداره، کار ناقصه. ممکنه کفایت بکنه ولی احتمالاً یه کسی دیگه باید بینید. به همجاست که شما تست IQ رو جوابش رو بگیرید، نور اختلال رو بپرسید، بعدم بگید معالجش به عنوان یک پسر 11 ساله از جانب خانواده باید چی باشه. اینکه مسئولین مدرسه هم یه اطلاعاتی داشته باشن چه خوب، ولی شما قراره در مسیر معالجه فرزندتون حرکت کنید. ضمناً موضوع ADD و ADHD رو هم دارو درمانی میشه داشت، هم نورو فیدبک، ولی اون فقط قسمت کار خودش رو نورو فیدبک درست کنه. دارو درمانی هم همینطور. به همجاست که شاید یه نورولوژیست یا یه سایکیاتریست احتیاج هست که فرزندتون رو ببینه که خاطرتون آسوده باشه کاری که دارید انجام میدید در مسیر معالجش هم هست، نه در مسیر تشخیص و رها کردنش و بعدن انتظار از بچه و بقیه داشتن که یه جور دیگه زندگی کنه. به هر حال من به پیام رسیدم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. دکتر ممنونم. تمنا می کنم، خواهش می‌کنم. بیننده ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید. مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی‌دی ها و DVD ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید. رازها و نیازها. بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در سن دیگو هستم میرسونم که روز یک شنبه 24 جون از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، در تالار خانوادگی صوفی در شهر سن دیگو خواهند داشت. بنابراین یک شنبه 24 سلف کانفیدنس اند سلف استیم، اعتماد به نفس و حرمت نفس در سن دیگو. ورودی این کنفرانس $30 هست. همچنین به آگاهیتون میرسونم که فرصتی است که در اروپا و ونکوور کانادا در خدمت دوستان در ماه جولای باشم. جمعه 6 جولای در فرانکفورت هستم، یک کنفرانس خواهم داشت. شنبه در دوسلدورف هستم، دو کنفرانس. یک شنبه که 8 میشه در آمستردام هلند هستم، دو کنفرانس. دوشنبه و سه شنبه 9 و 10 در کلن هستم و 4 کنفرانس.
چهارشنبه و پنجشنبه در هامبورگ هستم و اونجا 4 کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه 13 جولای در گوتنبرگ هستم، 2 کنفرانس خواهم داشت. شنبه و یک شنبه که 14 و 15 خواهد بود در استکهلم هستم و 4 کنفرانس خواهم داشت. و سه شنبه و چهارشنبه 17 و 18 در لندن هستم، 4 کنفرانس خواهم داشت. این سفر اروپایی است که 23 تا کنفرانس دارم، چون غیر از فرانکفورت که به دلیل هواپیما فقط یک کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 یا 6 تا 9 و یا 3 تا 6 یا 7 تا 10 بعد از ظهر این کنفرانس ها خواهد بود. ضمناً روز شنبه و یک شنبه 28 و 29 جولای در ونکوور کانادا هستم و 4 کنفرانس خواهم داشت، روی هم 27 کنفرانس است. اگر هفته آینده لطف کنید به وبسایت من سری بزنید، هم از عنوان کنفرانس ها با خبر خواهید شد، هم ساعت و هم محل کنفرانس، و بنابراین اطلاعات بیشتر رو میتونید دریافت کنید. ضمن یادآور میشم دو سفر ما، یکی 29 جون تا 6 جولای در اروپا، کروز 7 شب و 7 روزه برپاست و دیدار از ایتالیا، فرانسه و تونس که از بارسلونا اسپانیا شروع میشه، و سفر 7 شب و 7 روزه ما به ونکوور، به آلاسکا از ونکوور کانادا است که از جمعه 20 تا جمعه 27 جولای خواهد بود. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی هم برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم در هر کدام از این سفرها 7 کنفرانس خواهم داشت، بنابراین در مجموع احتمالاً از 30 جون تا 29 جولای 41 کنفرانس خواهم داشت و در خدمت دوستان هستم. از این بابتم بسیار خوشحال و سرافرازم. اگر مایلید درباره کروز اطلاعات بیشتری بگیرید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول میتونید تماس بگیرید. با میننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید. آقای دکتر هولاکویی. بله بفرمایید. درود بر شما، خیلی متشکرم برای زحماتتون. لطف دارید هستید بفرمایید. من ضمن باید بگم که با آرزوی سال 2000 هم رسیدم که صدای شما به ایران بره. لطف دارید. خوشحالم برای این. آقای دکتر هولاکویی، میشه در تقسیم بندی قضاوت از نظر تفکر افراد رو، اندیشه، تفکر، خواسته های اجتماعی، خواسته های هر چیزی برای اطرافیاش، برای خودش، آیا تقسیم بندی رو به این طریق کرد که مثلا ما روشن فکر مذهبی داریم، روشن فکر غیر مذهبی داریم، مذهبی رو آیا به نظر من فکر میکنم با یه دکترم دو سه تخصص دارم، فکر میکنم دکترا و تخصصم هیچ تأثیری نداره، به طور کلی نمیتونم دلیل ملاک روشن فکری بدونم. روشن فکری رو مجموعه میدونم از تولد، مسائل مختلف، فاکتورهای مختلف، خانواده، معلم، دوستان، اطرافی ها، طرز مسائل مختلف، ژن، خیلی چیزها رو درش موثر میدونم. در تعریف من، در تقسیم بندی من روشن فکر مذهبی نمیشناسم، چون کلمه مذهب که میاد در کار اینو قفل میکنه، اینو لاک میکنه، از اون آزادی و بال زدن در قضاوت محدود میکنه. آیا نظر شما چی؟ بله. سوالی دارید؟ نه ممنونم، میخواید از طریق تلویزیون بشنوید؟ ممنونم از توجه. حتما، خیلی متشکرم. استدام کنم، عرض کنم من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم هفته گذشته در برنامه نگره گفتگوی دو همین زمینه با آقای دکتر علی نیری داشتم و دوستان میتونن به فکر میکنم سایت تلویزیون اندیشه مراجعه کنن و اون گفتگو رو که بکنم 1.5 ساعت در همین زمینه ها بود، گرچه حافظه من خیلی یار نمی کنه برای که مدتی قبل بود ولی پخش نشده بود، پخش شد رو ببینن. ببینید عزیز، اولا من و شما در باره برخی از مفاهیم یه توافق کلی شده، یعنی وقتی شما میفرمایید آهن یا چدن یا میکروب وبا، تکلیف روشنه، یا قلب یا کبد یا کلیه، یعنی واژه‌هایی رو ما داریم با تعاریف خیلی مشخص. اما برخی از رشته‌ها هستن که این تعاریف رو ندارن. فرض بفرمایید از نظر من پرورش با تعلیم و تربیت متفاوته، ولی من خیلی راحت میدونم ای بسا 98% درصد مردم دنیا
تعریفی که برای پرورش و تعلیم تربیت دارن با نظر من متفاوته. یه دشون چون ما این مسائل آشنا نیستن یه مخلوطی دارن که اصلاً ای بس اصلا به اینا هیچ ارتباط نداره، حتی تنبیه رو یا اطاعت و فرمانبرداری رو تربیت میدونن، درست برخلاف اون چیزی که من میبینم. یا برای من خیلی تفاوت بین ترس با استراب، با حراس، با وحشت، با نگرانی، یعنی من اینا رو 5 تا چیز متفاوت میبینم. یعنی فیر با انگزایتی، با فوبیا، با وورینس، با پانیک. حتی من جامعه و اجتماع رو خاطرم از در ایران، اگر کسی جامعه رو که ترجمه لغت سوسایتی در مقابل اجتماع کامیونیتی میگرفت مسئله بود. اینا تقسیم بندی هایی است که میخوام اینو عرض کنم. یک، برخی از این تقسیم بندی ها رو مردمان عادی و معمولی هم میدونن. دو، برخی از این تقسیم بندی ها میان اهل فن مطرحه و به همین جهت است که شما گفتگوی با افراد متخصص دارید، وقتی یه لغت رو به کار میبرید او دقیقاً میدونه مورد نظر شما چه است، در حالی که کسی دیگه نمیدونه. من وقتی بگم این آدم پنیک اتک داشته با انگزایتی اتک یا مضطرب و نگرانه، خب یه فرد آگاه با مسائل روانی بلافاصله تفاوتش رو متوجه میشه، حتی تفاوت بین خشم و عصبانیت که اون احساسه و این یکی رفتاره. حالا مواردی هست که پیچیده است، یعنی موضوعی هست که اصلا توافق عمومی راجبش نشده. یکی از اونا به نظر من واژه روشنفکر کستالی اشاره فرمودید. بنابراین اگر شما به من بفرمایید این تعریف منه، من میتونم بعد از شنیدن مطالب شما تا حدودی باش موافق یا مخالف باشم، یا اون رو کم بدونم یا زیاد بدونم. چون همطور که میدونید تعریف شرط اصلی و اساسی است که جامع و مانع باشه، و در دنیای امروز دقیق جامع و مانع باشه یعنی کاملا اون شی رو، اون مفهوم رو، اون واژه رو، اون هر چه هست رو برای من و شما تعریف کنه، و بعد مانع بودنش اینه که ما با یه موضوع دیگه اشتباهش نکنیم. وقتی شما میگید سقف و کف، تکلیف کار روشنه، معمولا جامعه است و مانع، برای که من پیامی رو میگیرم که شما راجع به کف خونه صحبت کنید یا سقف خونه، ولی مواردی از این قبیل روشن نیست. لغت روشن فکر از نظر من، یعنی من تعریفی که براش دارم، این است که یک گروهی از مردمانن که اولا رشته تخصصی کارشون یا ما روشن فکر میدونیمشون برای که در صحنه روابط روانی اجتماعی انسانی قرار دارن. بنابراین شما اگر مهندس فیزیک، مهندس برق هستید یا دندان پزشک هستید یا دکتر قلب هستید، به دلیل اون تخصص وارد حریم روشنفکری نمیشید، برای که موضوع روشنفکر ماجرای تفکر، ماجرای علم نیست. شما لغت تحصیل کرده دارید، شما لغت حتی در زبان انگلیسی ساینتیست دارید که آدمی است که عالمه، علم داره. البته این مفهوم علم یه مفهوم عام داره، مفهوم خاص بدم، ما متاسفانه این لغت رو برای یه کسایی به کار می‌بریم که اصلا با ساینس به معنی علم کاری ندارن، حالا اون هم به کنار. پس وقتی که صحبت از روشن فکر میشه، از نظر من کسی است که در حوزه و حریمی است که یک، مسائل روانی و اجتماعی و انسانی است، و دو، این آدم در حد مرزها و در حد سرحد موضوعها قرار گرفته. یعنی یه بچه 10 ساله یا یک آدمی که اطلاعات کمی داره درباره مسائل انسانی وارد حریم روشنفکری نمیشه. روشنفکر در حقیقت یه کسی است که این منطقه‌ای رو که هست، درست مثل اتومبیلی که ایستاده، توان انداختن یه چراغی رو داره که 20 متر اونورتر رو روشن کنه. یعنی مفهوم روشنفکر به نظر من بیش از یک تحصیل کرده است، بیش از یه آدم کتاب خونده است، بیش از یه آدم آگاهه، یه آدمی است که در حقیقت کمی هم بیش از اون خودی که هست و آنچه که هست، نه تنها خودش، دیگران به بیرون اون رو پرتاب کرده، نوری رو که گفتم مثل یه اتومبیلی است که چراغش رو شما روشن کردید. مفهوم روشن فکر رو من به این صورت میبینم که یه آدمی است که در زمینه مسائل روانی، اجتماعی، انسانی آگاهی داره. اما روشنفکر وقتی است که ذهن روشنی داره، یعنی با تاریکی در ارتباط نیست. وقتی با تاریکی در ارتباط نیست، یعنی مفهوم روشن رو داره. معناش نیست که همه چیز رو میدونه. معناش این است که در اون زمینه ها در حدی که دانش کنونی هست، علم وجود داره، آگاهی رو داره، ولی کمی بیش از اون عقیده و نظر داره. اما
افکار و عقاید خودش رو آنچنان زیر کارد حتی بیرحمانه برده و به کندوکاوی در این باره پرداخته که اصلا از نظر من روشنفکر کسی است که بیش از اون که درباره عقیده خودش میدونه درباره مخالفتی که با عقیده خودش میدونه خبر داره. یعنی از نظر من شما روزی میتونید بگید که من این نظر رو دارم درباره جامعه که اگر حتی 10 جلد کتاب خوندید یا 10 ساعت بتونید راجبش حرف بزنید، 20 ساعت بتونید حرف بزنید یا 20 جلد کتاب خونده باشید درباره اون کسانی که با این عقیده و نظر شما مخالفند. یعنی مفهوم روشنفکری تنها دانستن نیست، بلکه دانستن همه مخالفت ها و تفاوت ها هم هست. یعنی من حالا سرم رو پایین نینداختم و یه چیزی رو چون به حساب خودم میدانم یا واقعا حتی میدانم روشن فکرم. به همینجاست که حتی در باور مذهبی اون کسی به نظر من باورمنده که اگر اعتقادی داره به یه چیزی تمام عقاید مخالف و متفاوتش رو میشناسه، نه اینکه تا عقیده مخالفی اومد بگه الان داره در کار من شیطان دخالت میکنه مسئله رو بذاره که دیگه از این حق بازی و فریبکاری بالاتر نمیشه داشت که من میخوام یه آدمی بپذیره و حاضر نباشه سوال کنه، حاضر نباشه شک کنه، حاضر نباشه اعتراض کنه، اونم به دلیل فهم و درک حقیقت، به دلیل فهم و درک واقعیت، به دلیل اون چیزی که بدونه کجا ایستاده. بنابراین من روشنفکر رو کسی میبینم که ذهن بازی داره، روشنی داره، تاریکی درش نیست و در هر آن اون مجموعه ای رو که داره درست میدونه. اون مجموعه ای که هست دقیقه، این همونه که آرمان خواهه و همه عقاید مختلف و متفاوت رو میشناسه، ولی همیشه آماده است، حتی خوشحال میشه، احساس رضایت میکنه، احساس حتی لذت میکنه از اینکه عقیده رو که داشته دیگری برایش ثابت کنه غلطه و او بتونه اون رو کنار بذاره. ولی که اصلا پیشرفت یه آدم در این است که بتونه عمیق‌تر و دقیق‌تر و وسیع‌تر با موضوع برخورد کنه و جنبه‌های بد و منفی رو دور بریزه. درست مثل اینکه چون شاید اشاره فرمودید تخصص شما میتونه شاید رشته‌های پزشکی باشه، اینقدر این دانش رو بدونه که حالا حتی برای خوردن یک غذا بدون چه چیزایی رو اصلا نباید بخوره یا درست یه چیزایی رو چه بهتره که بهش بیشتر توجه کنه و این دانششون در حال افزایشه، او هم خودش رو حرکت بده و پیش بره. اما در قسمت دومی که فرمودید روشن فکر دینی بر اساس تعریفی که معمولا از دین هست، چون میدونید درباره همین دین هم آدما تعریف متفاوت دارن، شما دو تا آدم رو ازشون میخواید که دین رو تعریف کنن و بعد این دو تا تعریف رو به یه نفر بدید، اون آدم دیگه برمیگرده میگه راجع به دو چیز کاملا متفاوت صحبت کن. ما یه مفهومی از دین داریم در ایران که اصولا این مفهوم دین هیچ شباهتی به دین در هندوستان و دین در ژاپن و دین در فرض کنید که ای بسا حتی استرالیا نداره. تا زمان ما اگه برید به 200 سال قبل یا 2000 سال قبل یا 5000 سال قبل که اصلا. بنابراین اولا نباید تعریف خودمون رو فکر کنیم که این تعریف عمومی است. یه تعریف مثلا ما جامعه شناسی از دین داریم که شباهتی به تعریف بسیاری از این ادیان نداره. بسیاری از این ادیان تاکیدشون از دین به روی روحانیات یا الهیات، بعضیاشون به نگاه فلسفی به مسئله نگاه میکنن، ادعی اصلا سراغ مسائل اخلاقی میرن، گروهی به فایده و نتیجه دین کار دارن، برخی اصلا دنبال آداب و رسوم و مراسمن، جشن رو چجوری باید گرفت، غذا رو باید چجوری پخت، غذا رو باید چجوری خورد، باید چی گفت چی نگفت. ولی اگر شما بگید از نظر جهان بینی و فلسفه کجا ایستادن، اگر ازشون بپرسید از نظر اخلاقی حتی کجا هستن، هیچ اصل اخلاقی رعایت نمی‌کنن، اما توی ریچوال و مراسم غرقن. و به همین جهت است که من نمیدونم که اون تعریفی که از سالی اشاره فرمودید از دین چیه، ولی اگر بگم اون تعریف که ما ایرونی ها میفهمیم، ولی معناش نیست که این تعریف درستیه، تعریفی است که ما ایرونی ها راجع بهش صحبت میکنیم که اصولا مفهوم دین با مفهوم باور و اعتقاد، اونم رسیدن به یه جایی که از یه جایی که گذشت دیگه سوالی نداره و اعتراضی هم نداره، پرسشی هم نداره، حق با شماست. اصلا من روشن فکر دینی نمیشناسم، ابدا نمیشناسم، یعنی هیچ ارتباطی بین آدم مذهبی و روشنفکری نیست، مگر اینکه شما باز بیاد یه باور داشته باشید که من یه مذهبی دارم که همه چیزش درسته و همه چیز رو هم جواب داده، به چیز دیگه هم احتیاج ندارم، حداقل در زمینه انسانی میگم، قسم تو فیزیک و شیمی و پزشکی نیست، و در نتیجه حالا بگید این آدم روشنفکره، یه ذره جای گفتگو داره اگر چنین ادعایی دارید. پس بنابراین روشنفکر دینی
یعنی یه آدمی که بالاخره یه جای ایستاده، یه جایی است که میگه اینجا رو چون فرمودند یا چون گفتند یا چون در کتاب آسمانی این یا اون آمده اینجوری است، ولی خودش توضیح نداره. قصد من مسائلی نیست که اعتقادی هن. نه، مسائل انسانی رو دارم عرض میکنم. یعنی گفتید چرا این قانون وجود داره، میگه خب از کجا چه میدونید، شاید خیر و صلاح اینه، شاید در طبیعت و فطرت چه. خب اون موقع دیگه شما بحث روشن فکری ندارید، موضوع منتفی است. برای من روشن فکر دینی نمیشناسم. من اینکه نوگرا باشه، اینکه حتی نواندیش هم نمیشناسم، چون مفهوم اندیشه در حقیقت زیر سوال بردن باوره، و تا زمانی که شما زیر سوال میبرید میتونید احتمالاً در مسیر روشن فکری حرکت کنید، ولی روزی که یه نظریه رو بدون اینکه بتونید برای مخالفین توضیح بدید بلکه به صرف باور و اعتقاد میپذیرید، دیگه جایی برای نوع اندیشی هم نمیمونه. بنابراین نوع آوری هست، در حقیقت یه نوع نگاه تازه و جدید هست، یا یه قرائت دیگری یا یه درک دیگری یا یه فهم دیگری و یا یه برداشت دیگری است، ولی با روشن فکری سازگاری نداره. بنابراین با توجه به آنچه که اشاره فرمودید، من فکر کنم بسیار حداقل نظر شما و من به هم نزدیکه، و در نتیجه همونطور که من یک پزشک رو یا یک دندان پزشک رو یا یک فرض کنید مهندس مکانیک رو تحصیل کرده و آگاه و عالم و دانشمند و ساینتیست و همه چیز میشناسم، فقط وقتی که اونا در حریم موضوعهای انسانی، یعنی آنچه که به عنوان مسئله انسان هست، نه مسئله که توجه و تاکیدش روی طبیعت است و ماده است، انسانی هست، در اون چارچوب مفهوم روشنفکر رو میتونم متوجه باشم. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید. بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام. من یه سوالی داشتم، چند سوال ممکنه. اختلاف دارم با همسرم روی بچه ها. مدت بچه یک ساله و چهار ساله داریم. خب بچه یک ساله هم خیلی کوچیکه، ولی بیشتر اختلافات سر بچه چهار ساله هم داریم. یه زن لطفاً بلندتر صحبت کنیم، من صداتون خیلی آهسته دارم عزیز. حسن الان چطور آقای دوست؟ امیدوارم بهتر بشه. کمی بهتر شد، بفرمایید. متشکرم. همه چیز سر این هستش که شوهرم همه چیز رو بیشتر از بچه اهمیت دیده، بسیار آدم کم حوصله‌ایه، همش فکر می‌کنه که همه چیز بعد یک شبه اتفاق بیفته، بچه ها باید همون چیزی رو انجام بدن که تو ذهن پدر مادره. خیلی نکات منفی این بچه چهار ساله رو میبینه، همش رو صحبتش اینه که نکن، یعنی نرو، نخور، نمیدونم مثل که نخور، این نیار بازی کن. برعکس من که فکر میکنم اگه کاری خطری براش نداره، خب یه مقدار آزادی تو خونه بهش بدن. حالا من چند تا مثال براتون میذارم که واضح‌تر میشه. حالا اختلافات سر موقعی شروع شد که این بچه اولا به دنیا اومد، خب ما مهمونی ها شوهرم خیلی دوست داشت که سر وقت بره، حتما گفتم پنج باشه اون پنج رو پنج اونجا باشه. متوجه شرایط هم خب بچه داریم، مثلا من تو بچه رو حاضر کنم تو میکشه، مثلا اگه بچه خوابی بیرم همینطوری بچه رو از تو خواب برمی داشت که آمان حتما بریم سر وقت، هرچی برای شده هست. حالا صبر کنید. به من بفرمایید که همسرتون چه فکر کرد با سر وقت رفت، به چه دلیل؟ نمیدونم آقای دیدون، خیلی براشون مهمه که دیگران فکر نکنن ایشون براشون ارزش قائل نیست. چه ارتباط داره به ارزش؟ نه نفهمیدم. ببینید آخه اولا بذارید دو تا نکته روشن کنم. نمیدونم یه ذره صدای دیگری از ای بشه تلفن. ببینید عزیز، اولا ما درباره پرورش و تعلیم و تربیت به عنوان پدر و مادر حق داریم که بچه‌هامون رو نابود کنیم، ولی اگر آمدیم سراغ قواعد و قوانین درست، همطور که شما سر تغذیه فرزندتون، واکسن بچه‌تون، عقیده و نظر شوهرتون و زنتون و اینا معنایی نداره، تو این گونه موارد هم نداره عزیز. بنابراین این موضوع موضوعی عقیدتی و نظری نیست. بچه مراحل رشدی داره، حداقل تو هفت زمینه‌ش رو می‌شناسیم، مرحله به مرحله‌ش رو می‌دونیم، موارد کلیش رو میدونیم. امروز هم توافق کلی در این زمینه وجود داره. من قبل از اینکه بحث پرورش تعلیم تربیت رو به صورت سی دی و دی وی دی در بیارم، چهار تا منبع امریکایی که مهم بودن، یکی انگلیسی، یکی فرانسوی رو چک کردم.
آخر کار بارها عرض کردم به جای رسیدم که اینا از روی هم دارن کپی میکنن. در این نیست که هر کسی یه چیزی میگه، اون کسی میگه هر کسی یه چیزی میگه بی خود میگه، نه هر کسی یه چیزی نمیگه. معلومه که دو تا پزشک حتی درباره آپاندیس و قلب و اینا هم نظریات متفاوتی دارن، ولی این نظریات در تضاد و تناقض با هم نیستن. این درست ببینید که شما نیم ساعت ورزش کنید یا 35 دقیقه یا 25 دقیقه، بنابراین بی خودی بازی در نیاریم و خودمون رو با این که هر کی چیزی داره آزاد نکنیم که ما میتونیم چیزی بگیم. برای اونا حق دارن که با هم اختلاف داشته باشن، دو تا پزشک متخصص قلب حق دارن با هم اختلاف داشته باشن، من چیکارم؟ مثلا هیچی راجع به خودم و قلبم نمیدونم. این شماره یک، یعنی میخوام بگم نظر وجود داره. دومین مسئله این است که ما وقتی که یه چیزایی رو مهم میدونیم باید نشون بدیم مهم است. ماجرا این که شما بگید من باید رعایت وقت رو بکنم معرفی ندارم، ولی برای رعایت وقت نمیشه انسان به خودش آسیب بزنه، به دیگری آسیب بزنه یا دیگران رو به خطر بندازه. حالا چون دیر شده با سرعت بره بخواد دیگران رو به کشتن بده. بعد ببینیم هدف چیه، اون رو تعیین کننده است که مردم فکر کنن من برای وقت اونا ارزش قائل نیستم. یعنی چی؟ مگر حالا تشریف فرمایی من به یه مهمونی و 4 ساعت وقت تلف کردن که غالب اوقات چنینه، این احترام گذاشتن به دیگرانه. بنده از یه طرف نگرانم که 15 دقیقه صبر نکنم که فرزندم حاضر بشه بره، بعد از اون طرف میشم 4 ساعت وقتی کسی دیگر رو بگیرم یا دیگری وقتی منو بگیره. اینا با واقعیت‌ها نمیخوره. اینا برمیگرده با حرفایی هم که قبلا زدید سر باید و نباید، که دو تا نظریه، یعنی دو تا اشکال وجود داره. یکی این که ما فکر کنیم کار پدری و مادری فرماندهی و فرمانبرداری اصلا نیست، تمام به سر اومد. ببینید عزیز، ما قرار آنچه را که خوب و درسته در وجود بچه‌ها بکاریم. ما قرار نیست که بچه‌ها صبح تو رو بگیم راه برو، ما قرار راه رفتن بهشون یاد بدیم بذاریم برن، ما قرار خواندن بهشون یاد بدیم میگیم بخوان. ما که نمیتونیم صبح تو رو براشون بخوانیم یا چون میخوایم روز زمین نیفتن با بغلشون که میور اونور ببریم. همسر شما یه نگاهی داره که پدری و مادری مسئله فرماندهی و فرمانبرداری است. خب این کارش تمام ابدا. ما قرار است که آنچه که خوب و درسته در وجود بچه‌ها بکاریم، به دلیل اینکه شما روزی که فرمان بدید یک بچه‌ها نمی‌کنن، دو اصلا موفق بشید این کارو بکنید در بچه‌ها کاشته نمیشه. بچه‌ها در اولین فرصت که بتونن اولا جلو شما بیستن میستن میگن نه. پس ببین که کجا هستی، شما توی کشوری مثل امریکا باشید میسته میگه نمی‌کنم، هیچ کارش هم نمی‌تونید بکنید. تو ایران که نیست بتونید بزنیدش یا جایی اگر تازه چنینه، من نمی‌دونم. بنابراین پس اون مثلا و بعد اجازه بدید، بعدم به یه سنی که رسید که اونا تو وجود بچه کاشته نمیشه. و بعدم اصلا کی گفته که ما حق داریم که بگیم پسر و دخترمون باید مثل من باشن؟ ما باید ثابت کنیم که سالمیم، خوشبختیم، موفقیم، آرامش داریم، همه جنبه‌های مثبت رو داریم. حالا من دلم میخواد بچه هم مثل من باشه. من اگر یه آدمی هستم که خودم مضطربم، نگرانم، خشمگینم، وسواسیم، حالا انتظار دارم و دلم میخواد بچه هم مثل من باشه، خب اینجا که کمال خودخواهیه. من نمیگم ایشون چنینن، ولی میخوام بگم که اون چیزی که اهمیت داره این است که ما برای مسئله پرورش، تعلیم، تربیت در حالی که متاسفانه این حق و تا حدودی داریم باید بدونیم اصول رو باید رعایت کنیم. ولی شما تو تغذیه میخواید چیکار کنید؟ بچه زهر و سم هم میدید، باورتون این است که تریاک هم اشکالی نداره؟ خب آخه من که عقیده نمیتونم داشته باشم. علاوه در بسیاری از کشورها تا یه حدی به شما این اجازه رو میده، شما به فرزندتون غذا ندید، دواشو ندید، مدرسه نبرید، ازتون میخوان که درستش کنید، نکری بچه رو ازتون میگیرن، میگن تو لیاقت پدری و مادری نداری، ولی کار درستی هم میکنن وقتی من اینجوری عمل میکنم. بنابراین این موضوع عقیدتی نیست. اینکه شما با همسرتون اختلاف دارید، یک، اولا قرار بوده وقتی با هم میخواید ازدواج کنید مطمئن باشید یکی از اون موارد نه تنها داشتن فرزند و تعداد و کی هست، چگونگی برایش و تعلیم تربیتشه. اگه با هم اختلاف داشته باشید مسئله است. تو این گونه موارد هم غالب اوقات و خوشبختانه درست مثل تغذیه یا مثل رانندگی یا مثل زدن پیانو یه قواعدی وجود داره، عین هم نیست. 4 تا معلم پیانو 4 جور متفاوت درس میدن، ولی در کلیات ای بسا 98% شبیه هم هستن. بنابراین شما قراره به منابع مراجعه کنید، دوتایی تو این زمینه مطالعه کنید ببینید چه میشه کرد. امیدوارم بتونید اختلافتون رو حل کنید، ولی نظریه ایشون اسمش پرورش و تعلیم و تربیت نیست. نظریه ایشون ترس و تنبیه و کنترله. نظریه ایشون اونگونه که شما میفرمایید، شاید هم ایشون چنین فرمان دادن و باید و نباید و بکن و نکن و شاید و نشاید، که به دو دلیل: اولا هیچ وقت جواب نداده، آدم‌ها رو از پا در آورده، دوم تو دنیای امروز مخصوصا در محیط‌های آزاد اصلا عمل نمی‌کنه. برای که بچه میره تو مدرسه می‌بینه بقیه بچه‌ها و معلمش و بچه‌هایی که تحت تاثیر پدر مادرشون هستن اونجوری زندگی نمی‌کنن.
و بنابراین شما که میدید بچه رو با زبون فارسی بفرستید تو محیط امریکایی، بگید انگلیسی هم نمیخوام یاد بگیری، اونها باید فارسی تو رو بلد باشن، خب اینجوری نخواهد شد، بچه من شما از پا میتونه در بیاد. بنابراین بدون اینکه با هم بجنگید جان بفرمایید. همش به من میگن که شما بچه شما آره رو نه رو نمیفهمه، یعنی فکر میکنن که خب این بچه از بعد من میگم همیشه کارهای خوب نشونش بدین، نه اینکه بهش بگی این کارو بکن اون کارو نکن. به من میگه که تو خیلی بچه رو آزاد میذاری، یعنی من تا جایی که به خودش آسیب نزنه بازی میکنه خب آزادش میذارم، یه موقع عقیدهشو میپرسم در چیزی که مثلا خب میدونم که برایش ضرری نداره، ولی وقتی پدرش میگه که مثلا این کارو بکن، اگه من بگم که خب این حال اشکالی نداره مثلا انجام بده، میگه نه من وقتی باش حرف میزنم تو دخالت نکن، بچه تو آرونه اصلا نمیفهمه. نه ببینید سرکار خانم صبر کنید، بذارید من درگیر بحثای کوچک نکنیم هم دیگر رو. ببینید عزیز صبر کنید، اولا شما قرار نیست با هم اختلاف کنید، من حتی گفتم اگر زن و شوهری با هم اختلاف دارن و زور یک کسی میرسه که یه چیزی رو پیش میبره، شما بهتره همون کار غلط او رو بکن، بلکه اینجوری بچه کمتر آسیب میده. اختلاف به مراتب بیشتر به بچه آسیب میزنه، بس هم تو سی دی آوردم. این شماره یک. دوم، ماجرای فهمیدن آره و نه مسئله است که بچه صبح تا غروب با محدودیت روبروست، بچه نمیتونه بپره، بچه نمیتونه رانندگی کنه، بچه نمیتونه نمیدونم دوچرخه سواری کنه، بچه نمیتونه پیانو بزنه. اصلا ما احتیاج نداره بچه یاد بدیم که چقدر محدودیت داره، بچه روزی 10,000 بار میفهمه محدوده که نه. بنابراین بیخودی بازی در نیاریم. اما ماجرایی که شما دارید در خصوص بچه میگید این است که قرار کمکش کنید که او آنچه که شما میخواید تو وجود خودش بکاره و نشون بده، نه اینکه شما بخواید بهش دائما بگید و بگید بکن و نکن و باید و نبایده. این سیستم کار نمیکنه، مخصوصا وقتی که به صورت تنبیه و سرزنش و تحقیر در میاد بچه رو از پا در میاره، به ویژه بین 1 تا 3 سالگی. اونجاست که بچه رو میتونه از اون مرحله خودمختاری آزادی به شک و شرم بیاندازه، افسرده کنه، غمگین کنه، خشمگین کنه، یک دنده و کله شک کنه، وسواسی کنه، کینه‌توز کنه، بدجنس کنه. اینا همش مال 14 تا 36 ماهگیه، رو میشناسیم. 3 تا 6 سالگی 1000 جور گرفتاری دیگه پیدا میشه. بنابراین دوران فرماندهی و فرمانبرداری گذشته، امروز کار پرورش تعلیم تربیت همکاریه، اینکه چگونه میتونیم درباره موضوعهای مختلف به نتیجه برسیم. رشد با شادی، با لذت، با رضایت، با خوشنودی، با خرسندی، با آزادی ممکنه. قاعده هم که وجود داره که شما تو صحبتتون بود، من بارها اینو مطرح کردم، دو جاست که پدر و مادر وارد صحنه میشن. یک، وقتی بچه کار بده، غلط، خطرناک میکنه، بد با ملاکای عمومی نه ملاکای من، بده، غلط، خطرناک میکنه. دو، وقتی به حریم حقوق کسی تجاوز کنه، اون یکی هول میده، میزنه، یه حرف بدی میزنه، اونجاست که پدر مادر باید بیان تو صحنه. اونجا درست مثل وقتی است که به شما میگن رانندگی میتونید توی خیابونا بکنید، اما تو پیاده رو نمیتونید برید، جاده وارونه نمیتونید برید، وسط فریوی هم نمیتونید بایستید. قاعده و قانون داره. بنابراین کوشش کنید بخوانید یا با کسی مشورت کنید، ولی با هم دعوا نکنید، برای که بچه‌ها اونجا بیشتر اذیت میشن. روزی که شما با هم اختلاف پیدا می‌کنین، بچه رو وسط گذاشتن و دو تا ماشین رو به هم کوبیدن یا پای بچه رو بستن و از دو طرف رفتن و از وسط نصف کردن. همینجاست که نجنگید عزیز. مسائلتون رو با هم حل کنید، مثلا وقتی به پرورش تعلیم تربیت میرسه که خوشبختانه در این زمینه دلیلی برای مخالفت نیست. وقتی آدم بتونه با واقعیات و حقایق آشنا بشه، و گفتم تو این زمینه کتاب و مطلب فراوونه، ایشون میتونن به منابع معتبر که در این زمینه کار کردند و هزاران بلکه میلیون ها ساعت وقت متخصصین روی این کارا در مجموع گذاشتن، این نتایج گرفتن و با توضیح و توصیفی که میکنن به شما میگن درست و غلط ها چیه، اینکه من شما بگیریم بشینیم تصمیم بگیریم که قلب خوب و قلب بد چیه، غذای خوب و غذای بد چیه، که تو دنیای امروز به ما اجازه همچین کاری نمیده. دنیا دنیای تخصصه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. برحال این فرده آقای دکتر میخواستم تشکر کنم از سیدیوهای خیلی خوبتون. من سیدیوهاتون رو گوش میدم، شوهرم همیشه برنامهاتون رو گوش میده، ولی متاسفانه چون خیلی با هم اختلاف داریم حالا من علاقه نشون نمیده سیدیوهای شما رو گوش بده. خیلی متشکرم از برنامه خیلی خوبتون، ممنونم، لطف کردیم. بسیار بینندگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. این برنامه در روز یکشنبه از ساعت 6 تا 8 صبح مجددا پخش خواهد شد. همچنین برنامه دیگر من در روز سه‌شنبه از ساعت 10 صبح تا 12 نیم روز که بازپخشش همون شب 10 تا 12 نیم شبه. بنابراین با امید گفتگوی با شما روز سه‌شنبه ساعت 10 صبح، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود